با درود، طبق برنامه ریزی قرار بود که گفتگوی 4 نفره خدمت شما عزیزان ارائه داده بشه، اما در آخرین لحظات مسئله پیش اومد که جناب سهیل ملکپور هر چقدر هم تلاش کردن نتونستن که خودشون رو به این تایم برسونن و از طرف دیگه امکان این وجود نداشت که بخوایم تایم رو تغییر بدیم، تایم ضبط رو، یا اینکه برنامه رو بذاریم در یک روز دیگه ضبط کنیم. بنابراین با تصمیم جمع قرار بر این شد که گفتگوی 3 نفره بین من، جناب وحید بهمن و جناب خسرو فراور انجام بشود و در موعد مناسب دیگری حتما گفتگوی 4 نفره هم خواهیم داشت، اما گفتگو رو با جناب سهیل ملکپور هم خودم انجام دادم و در این برنامه در ابتدا گفتگوی 3 نفره ما رو خواهید دید و بعد گفتگوی من با جناب سهیل ملکپور. پاینده باشید. با درود و احترام خدمت تک تک مخاطبین عزیز و گرامی و ارجمند و درود و احترامی خاص خدمت مهمانان گرانقدر و نازنین این برنامه، جناب خسرو فراوهر بزرگوار، جناب وحید بهمن نازنین، بسیار بسیار افتخار دادید بزرگان عزیزان که دعوت من رو پذیرفتی تا گفتگویی داشته باشیم. جناب فراوهر اگر درود ابتدایی دارید خدمت بینندگان مطرح کنید. منم به نوبه خودم به شما، به جناب بهمن گرامی درود میگم، به همه عزیزانی که برای ایران زحمت میکشن، به ویژه کسانی که امروز در زندانهای جمهوری اسلامی در پدافند از تمامیت عرض ایران، در پدافند از مام میهن برای آزادی همیهنانشون زندانن و ما امروز باید سعی کنیم صدای اونها باشیم. جناب بهمن بزرگوار درود ابتدایی دارید اگر خدمت بینندگان مطرح بفهم. خواهش میکنم. درود بر شما، درود بر جناب فروهر گرامی و درود بر بینندگان بزرگوارتون، در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. هدف از این برنامه گفتگوست در خصوص اتفاقی که افتاد. جایزه صلح نوبل اعطا شد به خانم نرگس محمد. بدون فوت وقت یا هیچ مقدمه ای، جناب فروهر نظر حضرت عالی رو میخوام بدونم در خصوص این مسئله. بفرمایید. من یادمه که به خانم شیرین عبادی هم این جایزه داده شد و من اون موقع گفتم ای کاش که این جایزه برای فیزیک و شیمی بود، نه برای وضعیت اسفبار سیاسی اجتماعی که در ایران شاهدشیم. و اون موقع من هشدار دادم که باید بپرسیم که این جایزه برای چی به چه کسانی داده میشه. اون موقع گذشت و برخی دوستان ایراد میگرفتن. امروز خوشحالم از یک جبهه مشترکی که همه ملی‌گرایان در این زمین اتخاذ کردن، شاهزاده عزیزمون، شهبانوی عزیزمون، این که ما در هر صورت مخالف این نیستیم که یک زندانی سیاسی در ایران به جایزه تعلق بگیره. همه ما ایرانی هستیم، امروز دشمن مشترک ما جمهوری اسلامیه. فقط اینجا یه سری مسائلی که امیدوارم در این گفتگو بیشتر روشن بشه برای همیهنان عزیزمون که مسئله این نیست که ما مشکلی داشته باشیم با یک زندانی سیاسی خاص یا اینکه ایشون با ما عقیده سیاسی مختلفی داره، بلکه بعضی پرسش‌ها اینجا مطرح شده، بعضی پرسش‌ها باید پاسخ داده بشن و امیدوارم در این برنامه اون اشاره بشه که یکی از اونها هم صحبت‌های همسرشون آقای طریق رحمانی، سابقه سیاسی خودشونه، چرا به بعضی موقع دیده شده بود کمیته نوبل میاد به یک جنبشی جایزه میده، به یک سازمانی جایزه میده، گاهی اوقات جایزه نوبل چند نفر همزمان میدن. خب چرا مثلا فاطمه، خانم فاطمه سپهری، خانم سهیل حجاب، چند بانوی آزادی خواهی دیگه، خب اینا هم میتونستن دست جمعی به این اشخاص جایزه رو بدن، چرا این جایزه واقعا به یک نفر فقط داده شده؟ و بعد صحبت هایی که بعد از ایشون و یا همسرشون شنیدیم خب نگران کننده است و خب میخوام به اینا بپردازیم و دوست داشتم نظر دوستان رو هم بدونم. در خدمت جناب بهمن بفرمایید. خواهش میکنم. ببینین، همونطور که جناب فروهر هم گفتن، موضوعی که من زاویه که میخوام به موضوع نگاه کنم، ذات و اساس خود جایزه نیست. حالا انتخابی شده، قبلا هم بارهای بار شده بود و بارهای بار دیدیم، چون مبنای اندازه‌گیری بر اساس علوم پایه‌ای نداره، به مانند مثلا جایزه که در شاخه فیزیک داده میشه، شاخه شیمی داده میشه و یک چیزی که واقعا اون خطکش ها و ابزار اندازگیریش مشخص نیست، اصلا معلوم نیست مبناش چیه. به هر روی و قبلا بارها نشان داده شده که چه انتخاب های فجیعی
از طرف این کمیته انجام شده، حالا اوباما باشه یا فکر کنم اون چیز فلسطینی هم گرفته بود این رو، این جایزه رو، پدر تروریست منطقه قبلا این جایزه رو گرفته بود. به هر روی این ذات و اساس بنیان من خیلی روش چیزی ندارم، چون نه عضو کمیته هم نه شاخص هاش رو میدونم. من بیشتر به موج سواری و ایجاد همصدایی که از جو بایدن و کامرون تا نمیدونم علی نژاد و یعنی یک فضاسازی عجیبی، هر کسی به مانند کفدار انگار میخواد یه سهمی از این جایزه برای خودش برداره. بماند که اصولا در متنی هم که خوانده شد بیشتر همونطور که شاهزاده رضا پهلوی هم اشاره کردن، این جایزه تنها بازخورد جدی و روشنی که میتونه برای من ایران داشته باشه اینی که اون خیزش و انقلاب ملی ملت ایران به نوعی با این جایزه رسمیت بیشتری پیدا کنه، هرچند که برای ما رسمیه، برای ما پذیرفته شده است، اصلا مهم نیست دیگران چی فکر میکنن در موردش، اما مشخصا این زاویه نگاه باید زاویه نگاه اساسی باشه به نظر من که یک حرکتی بوده در راستای پذیرش جهانی خیزش ملی ملت ایران با محوریت که حالا به بحث زنان داده شده. اما متاسفانه ما شاهد برخوردها و بحثایی بودیم پیرامون این جایزه که در ادامه به اون خواهم پرداخت. این زاویه نگاه به نظر من خیلی مهمتره، یعنی هر کسی دنبال سهمی از این جایزه برای خودش، نگاهش، تفکرش از مریم رجبی بگیرین تا گفتم نمیتونم عمار ملکی و بعد دوستان دیگه که هستن، یه دوست که نمیشه گفت، افراد دیگه که هستن. بزرگواران من حقیقتش یه مقداری تند با این قضیه برخورد کردم در شبکه‌های اجتماعی خودم که حالا برخی از دوستانم انتقاد کردن، ولی من اعتقاد دارم خودسانسوری از جهت خودم همیشه این اعتقاد دارم نباید کرد. من این بحث این جایزه را از دو جنبه بهش نگاه میکنم. یکی بحث فضای سیاسی ایران و جنبه ایرانی هاست، یکی بحث فضای سیاسی جهانه. در بحث فضای سیاسی ایران من اعتقاد دارم دیگه باید رک گفت، این جایزه به استمرار طلبان، تحول خواهان و اصلاح طلبان بیش نبود. ببینید یه توییتی محمد علی ابتهی زد که توییتشو من دقیق میخونم. وقتی خانم عبادی جایزه صلح گرفت معاون رئیس جمهور خاتمی بودم، ولی در این حال رفتم فرودگاه به استقبال ایشان. حال تعلق جایزه صلح نوبل به یک ایرانی سرکار خانم نرگس محمدی مبارک باد. تا اینجاش هیچ بحثی نداریم. حالا خانم عبادی هم قبلا صحبت شده. اینجاش جالبه. آقای محمد علی ابتهی معاون خاتمی داره اصلا علنا ماجرا رو میگه. میگه نرگس محمدی اپوزیسیون نجیب و واقع بین است. این جایزه یک فرصت است نه تهدید. تحلیل من اینه، من اعتقاد دارم از روزی که ملت ایران گفتن اصلاح طلب اصول گرا دیگه تموم ماجرا، بخشی از باند حضرات گفتن ما براندازیم و دیگه دیدن نمیتونن بگن ما همچنان اصلاح طلبیم و یه دفعه اعلام براندازی کردن و الان هم همون تیم، همین افراد برای تیم اصلاحات اپوزیسیون نجیب و واقع بین هستن. یعنی چی؟ یعنی خودی هن. من تحلیلم اینه و اتفاقا فرصت هم هستند نه تحلیل. نظر من اینه. من فکر میکنم در خصوص این بحث داخلیش و بحث اصلاحات و اینا اگر سلام میدونید صحبتی بشه تا بریم سر بحث خارجیش یا هر مسئله که در ذهنتون هست. جناب فرابر بفهم. ببینید بله، در ادامه صحبتهای دوستان، ببینید خب آقای تقی رحمانی یک مصاحبه داشت، مصاحبه مطبوعاتی داشت که در اونجا تنها چیزی که نشنیدیم ملیت ایرانه، ملیگره ایرانه، تنها چیزی که نشنیدیم 44 سال مبارزه مردم ایرانه. نامی از بزرگان آزادی خواهان، چه مرد و چه زن که توسط جمهوری اسلامی اعدام شدن کلامی نشنیدیم. از مجید رضا رهنورد چیزی نشنیدیم، از ندا آقا سلطان چیزی نشنیدیم، خود ندا آقا سلطان به موسوی رأی نداده بود دیگه از سال 88 به این ور. از خانم فاطمه سپهری چیزی نشدیم، از خانم سهل اجاب چیزی نشدیم، ولی نام فائزه رفسنجانی رو شنیدیم، نام میرحسین موسوی رو شنیدیم،
نام زهرا رهنورد رو شنیدیم و امثال اونها به نرگس عنوان یک نماد و یکی از فعالان این جنبش به حمایت داده شد و خودش هم دیگه خودش گفته هر جایزی به من انگیزه من جسورتر میکنه در راه آرمان و حقوق بشری که دارم و مبارزه با ظلم تبعیض. ولی باید در نظر بگیریم که این جایزه به مردان و زنانی که در ایران مبارزه کردن و اونه که در حصر هم مثل آقای موسوی، مثل خانم رهنورد، آقای تاجزاده و خانم گرجخ ایرایی، فائزه هاشمی، بهاره هدایت. ما پادشاهی خان از شاهزاده عزیزمون رضا شاه دوم برای من، شهبانو عزیزمون شهبانو فرای پهلوی خب پیام دادن. شما وقتی پیام شاهزاده رو نگاه میکنید، خب من شخصا از توماسالی خوشم نمیاد، دروغ چرا، ولی شاهزاده رضا پهلوی پیام دادن، هم نام نرگس محمدی رو بردن، هم نام فاطمه سپهری رو بردن، هم نام توماسالی رو بردن و قشنگ معلومه که برایشون فرق نمیکنه شما پادشاهی خواهی، شما زنی، مردی، جمهوری خواهی، چی هستی، همه رو نام میاره. آقای تقی رحمانی خب به نمایندگی همسرشون مصاحبه مطبوعاتی میکنه، یک دونه برانداز با سابقه رو نام نمیاره، یک دونه ملیگرا رو نام نمیاره، یک کسی که سابقه اصلاح طلبی نداشته رو نام نمیاره و من تعجب میکنم و دوست داشتم نظر دوستانم بدونم. من که یادم دوران موسوی، من خب سنم قد میده ایران بودم، اصلا دوران موسوی از ایران اومدم بیرون، او بود که بخشنامه میداد که حتی رنگ روپوشا رو فقط به خاکستری و سیاه و یه رنگ کثافت دیگه محدود کرده بود، او بود که زندگی رو بر زنان ایران، فلاکت، بدبختی و ستم رو واقعا در ایران نسبت به زنان به اوج رسون. خانم زهرا رهنورد که مسئله حجاب رو مسئله حتی نه فقط اسلامی بلکه فمینیستی اعلام کرده بود و بعد حالا ما میبینیم که این اشخاص نام برده میشن، میگن این جایزه صلح به اونا بوده. و من میخوام اینجا چون فرصت کمی خیلی سادی پرسش رو مطرح کنم. من واقعا دیدم در جبهه بسیار دموکراتیک رسانه‌های لندن ها شوخی بودین، واقعا شده از شاهزاده رضا پهلوی رضا شاه دوم پرسیدن که مادر شما پیامی دادن، نظر شما چیه؟ گفتن پدر شما این رو گفته بودن، نظر شما چیه؟ خب ما هم این اجازه رو به خودمون میدیم دیگه. نه خانم نرگس محمدی، آیا شما حاضر هستید پاسخی بدید در رابطه با گفته های شوهرتون یا پسرتون هم تو مصاحبه مطبوعاتی بودن که تقریبا 80-90 درصد جنبش سیاسی ایران رو حذف کردن و نامهایی رو عنوان کردن به عنوان برندگان جایزه صلح نوبل؟ این پرسشی که من میخوام مطرح کنم در یه جو سالم دوست داشتم پاسخی هم بشنوم از خانم نرگس محمدی و کسانی که امروز به ما میگن نباید صحبتی بکنیم، نباید پرسشی بکنیم. فکر میکنم باید بدونن که همواره طیف پادشاهی خواه پاسخگو بوده، امروز هم ما میخوایم پاسخ بشنویم. در خدمت جناب احمد، بفهم. خواهش میکنم. ببینین، من یک فلسفه‌ای دارم در پیرو ادامه صحبت‌های جناب فروهر. بجز کسی که کار تروریستی گسترده انجام داده و حالا به مانند بحث تجزیه تو حوزه‌های سیاسی و این حرفا رو میزنم، حالا کسی کسی رو کشته، نمیدونم قاچاق مواد مخدر، با اینا کاری ندارم، هر جنبنده‌ای، هر انسان ایرانی که پشت میله‌های زندان باشه تا دم در اون میله‌ها مورد پشتیبانی من، پاشو که از اون دم در اصلا ربطی هم به تفکرش نداره ها. من با توماج صالحی میتونم زاویه داشته باشم که دارم، با نرگس محمدی میتونم زاویه داشته باشم که دارم، اما وقتی که پاشو از اون در زندان اینور گذاشت، اون بحثا و اختلافات گفتمانی ما، اندیشه‌ای ما تداوم خواهد داشت. پس اینجا من نوعی خواستار آزادی خانم محمدی هستم بدون هیچ گونه شک و شبهه، اما تمام اختلاف نظر و دیدگاه ما سر جاشه. من با خانم محمدی، با اندیشش، با یارانش، با گذشتش مشکل دارم، مشکل بنیادین فکری و اندیشه‌ای دارم، یعنی نمیپذیرم من نگاهیشون رو. حالا این سخنانو برای چی گفتم؟ برای این گفتم که بگم این جایزه اگر خانم محمدی به خاطر حالا فعالیت‌هاشون، وکالت‌هاشون، حالا هر کاری که انجام دادن تعلق گرفته، دلیل بر این نمیشه که ما سکوت کنیم و نقدی نکنیم نسبت به سخنان همسرشون، نسبت به کارهایی که خودشون پیشتر انجام دادن. اصلا لزومی نداره، هیچ بهانه‌ای وجود نداره، چون یه جایزه گرفتن کلن توضیح دادیم که این جوایز از اسکارش تا همین نوبلش یک بار سیاسی روشنی پیدا کرده و اندیشه‌هایی که
خیلی روشن در راستای اون جهانی شدن، اون گلوبالیست فعالیت میکنن، محوریت رو به دست گرفتن و آسیب‌هاش هم بررسی کردیم که چه افراد رو پیشتر برگزیدن. حالا نه ما میخوایم خانم مثلا نرگس محمدی رو با یاسر عرفات و اوباما یکی بگیریم، نه چیزی، اما این موجی که این موج سوار، من تاکیدم رو این موج سواری بعدشه که از علی نژاد و ملکی و نمیدونم ایکس و ایگرک، هر کدوم دنبال سهمی، هر کدوم دنبال احیای خودشون، دنبال اینن که از حتی اون پوریا زراعتی بگیرید، یعنی دنبال اینن که اصطلاحا سهمی بردارن، خودشون رو دوباره احیا بکنن و نشون بدن که جایگاهی دارن. اما این جایزه ها همونطور که عبادی گرفت و در جایگاهش برای مردم ایران به نازل‌ترین شکل ممکن رسید، فرقی هم نمی‌کنه نرگس محمدی هم پاشو کج بذاره تو کج راهه باشه، ملت به راحتی حذفش میکنن. همونطور که میبینیم در طی روزهای اخیر واکنش ها به هیچ عنوان کاملا حمایتی نبود از طرف مردم، چون مردم واقعا جنبه‌های سیاسی این جایزه ها رو دیدن و به قول شما آریا گرامی بدون هیچ گونه تعارفی باید به اینها پرداخت، به اینها اصلا اصولا کسی که همه ازش پشتیبانی میکنن، از نمیدونم مجاهد و اصلاح طلب و اینها، این آدم نمیتونه یک آدم روشمند سیاسی باشه. اینجوری نیست، آدمی که روش مشخص سیاسی داره هم باید دشمنان مشخصی داشته باشه، هم باید دوستان مشخصی داشته باشه. ابتهی ظاهرا مخالف مریم رجویه، اما هر دو در سر این جایزه دارن تبریک میگن. اینجا یه جای کار میلنگه به نظر من. بله، من حالا به اون بحث خارجیش میخوام برسم، ولی باز صحبتهای خودم هم تکمیل کنم در تکمیل فرمایشات عزیزان نازنینان. اونم این است که من واقعا اعتقاد دارم، ببینید وقتی داریم واکنش ها رو میبینیم، خب بحث خانواده پادشاهی ایران که مشخصه، یعنی اصلا اگر کسی احساس میکرد که مثلا رضا شاه دوم یا اولیا حضرت نباید تبریک بگن، حداقل الفبای سیاسی رو نمیدونه. اگر این عزیزان فرض رو بر این بگیریم که واکنشی نشون نمیدادند، تبریکی نمیگفتند، چه بساطی از سمت پهلوی ستیزان به پا میشد که ای وای نگاه کنه اینا ضد زنن، اینا یه نفر موافقشون نیست، مثلا اینقدر دیکتاتورند که هیچ پیامی نمیده، پس من اونو کار ندارم. اما اون که مشخص بود باید به صورت حتی بگیم فرمالیته یا حتی جایگاهی که برای خودشون میبینن به عنوان کسی که جایگاهشون برای تمام ایرانیان هست، بالاخره این پیام باید داده میشد. اما شادی اردوگاه ها مشخصه. آقای علی واعظ که همین دو روز پیش ایمیل هاش در اومد که عامل آشتی جمهوری اسلامی و آمریکا بوده، و آقای تریتا پارسی اردوگاه نایاک، ببینید چه واکنش هایی دارن نشون میدن. من توییت ها و اینها این افراد هست. ببینید من اعتقاد دارم که این ماجرا یه هدفی پشتش بوده، اصلا بدون هدف نبوده. ببینید جو ملیگرایی، ناسیونالیسمی که از سال 95 در جنبش انقلابی مردم ایران خودشو نشون داد، از طرق مختلفی تلاش کرده اینو به انحراف بکشونن. بحث سعودی نشنال بود، بحث آلترناتیف سازی علی نژاد و اسماعیل نون اینها بود، بحث های مختلف بود. این هم دقیقا در راستای همون پروژهیه که بحث قیام ملی مردم ایران تبدیل شه به یک چیزی که مورد پسند اربابان جهانی است، از این جیب به اون جیب. اگر قرار باشه جمهوری اسلامی هم تغییری بکنه، کسان دیگه‌ای که مورد تایید حضرات هستند آلترناتیو بعدی باشن، نه قدرتمندترین نیروی اپوزیسیون تاریخ جمهوری اسلامی که از روز اول در مقابل تمامیت کلیتش ایستاد. یعنی در واقع من دیدم جناب فرورم برنامه در این مورد داشتن بسیار درست اشاره کردند که این واکنشی بود به قدرتی که از سمت نیروهای ملی و پادشاهی‌خواه و ایرانگرا داره در جامعه ایران دیده میشه، که به نظر من اربابان جهانی که 57 رو بر سر ما آوردن با این کارها میخواند نشون بدن که 57 قرار بمونه. شما فکر نکنیم حالا نهایت با یه اصطلاح عامیانش از حالت عمامه و حجاب میتونه سویچ کنه به حالت فوکل کراوات و موی فرفری. من ببخشید اینقدر ساده و واضح نظرم رو میگم و من این برداشت رو دارم در این مورد. جناب فرور بفهم، صداتون مایکتون بسته است.
من با صحبت دوستان کاملا موافقم. اینجا بس نتیجه گرفتیم که یک جو جوی دارن ایجاد میکنن، از آب گلالود میخوان برخی و ماهی بگیرن. من این رو یک دخالت خارجی در انقلاب مردم ایران میدونم، یعنی با پول دارن و با استفاده از قوت رسانه‌ای و امکاناتی که دارن از خارج دارن در انقلاب مردم ایران دخالت میکنن، چون انقلاب ملیگراست و ملیگرایی امروز مد نیست تو اروپا. ملیگرایی با گلوبالیست در تضاده. بنابراین انقلابی که در ایران ما شاهدشیم که یک انقلاب ملیگراست، چون مردم ایران هویت تاریخیشون، هویت ملیشون مصنوعی و قراردادی نیست بلکه در هزارها شکل گرفته. خب کشورهایی که قراردادی هستن مثل سوئیس یا این جزیره دزدان دریایی که من الان زندگی میکنم، خب اینا اصلا خاندان سلطنتیش از انگلیس نیست، اینا بیشتر ژن آلمانی دارن، تازه اون ژن آلمانیشون هم معلوم نیست پدر مادرشون کی بودن. و بنابراین این بدون قدروسی میگم، اگه خواستم مناظره میکنم، این الیزابت وودویل مادر بزرگ همشون اصلا خودشون دادگاه گذاشتن که ازدواج نکرده شوهرش، حالا ما نمیگیم برادر شوهرشون رو دادگاه گذاشته بود، از همون جا برین 4 5 نسل مشکلات خانوادگی داشتن، اصلا از همون ویلیام که خودش هم قبل از مرگش پدرشون رو به رسمیت شناخت، تازه گفت واقعا اینجوری بچه‌مه، حالا معلوم نیست بوده یا نبوده. این اوضاع خانوادگی نه، واقعیت تاریخ سلطنت، اسم خانوادگیشون غلطه، اینا اسم آلمانی دارن، وینسور اول قرن 20 انتخاب کردن، من که آلمانی آلمانی بلدم قشنگ بهتر اینا رو میفهمم نام خانوادگیشون رو. بنابراین ولی کشورهای مثل دورم کشور آلمان، کشور آلمان میگه چرا قدمت داره، با زور توپ و پول آقای بیسمارک اومدن اتحادیه یه چی میگن یه چیز بود اینجا، امارات متحده جرمن ها رو کردن که کشور، چون مثل امارات متحده عربی اون شیخ نشین بود، 30-40 تا شیخ نشین مختلف بودن، بیشتر از اونم نمیگم شیخ بودن، بیشتر هم نبودن، کسی اروپا آدم حسابشون نمیکرد. ما یعنی هویت ملی داریم، خب همچین انقلابی تو کشوری که میتونه یک موجی رو ایجاد کنه در جهان، موج ملیگرایی رو، فراموش نکنیم این عروض لباش اروپایی، من واجه همینطوری صحبت میکنم چون واقعا هم همین بودن، جز دزدی و غارت کاری کردن در قرن 19، جز اینکه در قرن 20 دو تا جنگ جهانی رو انداختن، خب جنبش های ملیگرایی بود که اومد کلونیالیسم رو پایان داد دیگه، که بعد چپ ها اومدن اون رو به اسم خودشون میخوان ثبت کنن، ملیگرایی بود که کلونیالیسم رو پایان داد، چیز دیگه ای نبود، نه دینگرایی بود نه سوسیالیست بود اتفاقا. و حالا دوباره از این مهد تمدن بشریت ایران داره یه جنبشی میاد ملیگرا، و خلاف رود مردم ما دارن شنا میکنن، اینا از خارج اومدن دارن مال نفوذ میکنن، به ما میگن که نرگس محمدی اصلا مردک رئیس کمیته نروژ که اونا هم همشون واکینگای دوز بودن، اینا واقعیت تاریخشونه، این اومده گفته که نرگس محمدی نماینده انقلاب مردم ایرانی، کیشون انتخاب کرده؟ مردم ایران رضا شاه رو حادثات سر دادن، موسوی که صدا نکردن، مردم ایران پاسارگاد رفتن، شابدالعظیم که نرفتن، این رود عروسی که نداریم با هم، اینا اومدن از نروژ که پرچمشون علامت مسیحیته، اومدن برای ما آقای تقی رحمانی و همسرشون هم کدوکی همسری که حالا بماند، اومده مردک یکی من مصاحبه داره میگه که فقه قرن دوم و سوم شیعه مدرنه و بعد به اون دوران برگردیم، صداش هست، خب شما هم فقه رو بذاری پرچمتون مشکلی نداره، یه امامه جز صلیب بذاری تو پرچم نروژ. بنابراین یه دخالت خارجی هم هست، و یه عده هم که همیشه پای نون سفره بیگانگان بودند، تجزیه طلب خجالتی، تجزیه طلب و تجزیه طلب خجالتی، کمدین هم همگر رو کشتن یا قتل هم کنه زندن، چون یه دونه فیلم دیدم آقای بهمن شما خود دیده بودید، این یارو رئیس این از این حزب دموکرات میخواست وارد سالن بشه، خودش رو داشتن چیز میکردن، بازرسی اسلحه میکردن، خب این اراذل و باش که همیشه وابسته بیگانه بودن، اون بارزانیا مصطفی، اولا ملا مصطفی بارزانی یه پاش تو شوروی بود، یه مدت با انگلیسا کار میکرد عراق، بعد از عراق اومد برای چیز، اینا واقعیت. بنابراین خارجی داره در داخل انقلاب مردم ایران دخالت اعمال نفوذ میکنه، عوامل بیگانه اومدن زوزه میکشن، و من اینجا نه به عنوان پادشاهی، خب به عنوان ایرانی بهم برخورده که صدای واقعی زندانیان سیاسی شنیده نمیشه، ندا آقا سلطان رأی نداد به موسوی، بنابراین ندا آقا سلطان سهمی در این انقلاب نداشته، مهسا امینی مگه رأی داده بوده؟ من که نمیدونم، فکر نمیکنم رأی داده باشه. مجید رضا قرنوت که شیخ خورشید اینجاش بود رأی داده بود به موسوی؟ سبز اللهی بود؟ نه. بنابراین این اجحاف حقوق زندانیان سیاسیه، و من از خانم نرگس محمدی خواهش میکنم
در کمال احترام که در رابطه با صحبتهایی که از خودشون داریم و همسرشون و پسرشون و دیگران بیان توضیح بدن. سال بعدی ما نمی کنیم آیا این درسته یا نه؟ رئیس کمیته نروژ درست گفته که شما صدای انقلاب مردم ایرانی، موسوی و زهرانورد به ویژه فائزه رفسنجانی. بذارید جمله بگم تمامش کنم. پنداری بیان به یه نفر برای بیان به آدولف هیتلر و نمایندگان طرفداران آدولف هیتلر جایزه صلح نوبل بدن برای دفاع از حقوق یهودیان. این داستان باید پاسخگو باشن در خدمت. بکنم روک بودن. جانم؟ بکنم الان روک بود دیگه، کافی دیگه. بفهمی جناب احمد. زنده باشید. در تکمیل سخنان جناب فروهر، 850 سال پیش کل اروپا ذیل سلطه کلیسا بود. نظامی گنجوی اینجا در شمال غرب، نهایت شمال غرب فلات ایران، ایران شهر بزرگ، می سرایت همه عالم تن است و ایران دل، نیست گویند زیر قیاس خجل. یعنی این مفهوم ایران برای ادیبان و بزرگان و فرهیختگان اینا به خاک روشن بوده، مختصاتش رو میشناختن، تاریخ و فرهنگ و هویتش رو میشناختن. دقیقا باز همونطور که جناب فروهر فرمودن، این مفهوم اصلا تو اروپا خیلی خیلی نوینه. مفهوم ملت، مفهوم وطن، قبل بیسمارک اونجا دوکنشین هایی بودن، تو سر کله هم میزدن. اینها از همون زمان ورود انگل ها و ساکسون ها به عنوان تیره از جرمن ها به بریتانیا که رومی ها رو از اونجا روندن، سر تکنانی به جان هم می افتادن تا همین جنگ جهانی دوم که بارهای بار همدیگر رو تکه تکه کردن. بعد اینها نسخه می پیچن برای ما. من توی هیوستون هم گفتم هر کسی یه نسخه برای ایران میپیچه، یکی نسخه اتیوپی میپیچه، یکی نسخه نمیدونم کانادا میپیچه، یکی نسخه آمریکا میپیچه، هیچکس نسخه ایران برای ایرانی نمیپیچه. این خیلی خیلی مهمه که ما بخوایم برای وطن خودمون نسخه ایرانی بپیچیم، ببینیم چی بوده، چی بر سر ما گذشته. اینها بحثای مهمیه. حالا برمیگردم به تو ادامه به این نکته که واقعیت تمرینه که بحث موج سواری خیلی روشنه. یعنی هر کسی میخواد از این موضوع بهره برداری داشته باشه برای منافع خودش، در این اصلا شکی نیست. یه نکته هم در ادامه، من با یه قسمت از صحبت های جناب آریای گرامی میخوام اینجا مخالفت بکنم، نقدی داشته باشم، مخالفت نگم. بحث شهربانو فرق میکنه. شهربانو یک حالت مادرانه ای داره که به دلیل جایگاه تاریخیشون میاد. اما من با این موضوعی که شاهزاده رضا پهلوی فراجنایی هستن خیلی همصدایی ندارم. اون چیزی که فراجنایی، جایگاه پادشاه در قدرته، نه شخصیتی حالا در قالب شاهزاده رضا پهلوی یا رضا شاه دوم. ایشون در قدرت نیستن، ایشون باید مسیر سیاسی داشته باشن، گروه سیاسی رو نمایندگی بکنن، طیف سیاسی رو نمایندگی بکنن. وقتی که رفت و سر تخت شاهی در ایران نشست، پادشاه چپول و نمیدونم بهایی و همه و همه هست تو اون تخته، تو اون سرای، تو اون کاخه. اما اکنون ایشون نماید، به نظر من، تو دیدگاه من، و اتفاقا بسیار بسیار هوشمندانه بوده متنی که نوشتن. اگه تبریک نگفتم به روشنی، هیچ تبریکی شما تو این متن نمیبینید. چرا تو این 6 ماه 7 ماه گذشته احساس میکنم که این روند رو شاهزاده رضا پهلوی دارن به خوبی طی میکنن. ایشون نمایندگی اکثریت ملیگرا و وطنخواه میهن پرست رو دارن. ایشون هیچ دلسوزی، هیچ جایگاهی برای، هیچ اصطلاحاً چه جوری اینو بخوام برسونم، در قبال امروز مسیح علی نژاد ندارن. همین باعث خسران شد، همین باعث شد که سوء استفاده شد. آقا جایگاه فراجناهی وجود نداره، شما نماینده و پیشران و راهبر جریان وطنخواه و میهن‌پرست و ملیگرا هستی. اگر روزی ملت رقم زد اون سرنوشت رو و در تخت پادشاهی نشستین، تو کاخ نیاوران، تو کاخهای دیگه، اون موقع شما برای همه پدری. الان نه، الان شما پدر اون جریانی هستین که پشت سر شماست، از شما حمایت میکنه. من پیشتر کمرنگ میدیدم این رو، اما تو این 5-6 ماه خیلی پررنگ میبینم. یعنی انگار که شاهزاده هم خودشون متوجه شدن که آقا اصلا چه کاریه، اسماعیلیون کیه، علی نژاد کیه،
که شما به نام فراجنایی بخواید از خودتون به اینها امتیازی بدین یا به اصطلاح این خارجه کردیتی بدین. کردیت شما باید به مجید رضا رهنوردها باشه، بوده ها ولی پررنگ‌تر باشه، به فاطمه سپهری ها باید باشه، به حجاب ها باید باشه. شما هیچ کردیتی به عمار ملکی و نمیدونم مهتدی و هجری و اینا بدهکار نیستین. این شده که مردم پشتیبان هستن، دلیلش به نظر من اینه. برای همین من اتفاقا متن شاهزاده رو خیلی هوشمندانه دیدم که اشاره کاملی کردم بدون هیچ گونه تبریک، بدون هیچ گونه اضافه گویی به پذیرفته شدن و نوعی تایید خیزش ملی ملت ایران برای ما تایید شده بود، اما انعکاسش در سطح جهان هم ارزشمنده. چرا که نه، فرصتیه. گنجشک مفت تیرموف همون سنگ مفت گنجشک مفت دیگه، یه فرصتی بود که با صدای ملت ایران شنیده بشه، حتی در قالب همین پلن نوبل که در مورد انتخابش، در مورد روندش سخن زیاده، ایراد زیاده. بایده باشین، زیاده گویی کردم این قسمت. بسیار سپاسگزارم. من فقط یه توضیحی که بدم، 100% با حرفتون موافقم و اینکه باز با اون بخش صحبتتونم که تغییر رویه سیاسی ایشون، تغییر رویه نمیشه گفت، همون چیزی که خودتون مطرح کردید، داریم میبینیم در طی این 5-6 ماه ایشون خیلی بیشتر به نیروهای ملی نزدیکتر هست اکت‌های سیاسیشون. خب ایشون تفکری داشتن، خاندان ایرانساز و پهلوی همه رو مثل خودشون خوب می‌بینن. ایشون تفکری داشتن که بله همه اینها واقعا دغدغه وطن دارن، فکر آزادی ایرانن، همه با هم دور هم جمع بشن کاری بکنن، که بعد پرچه گذشت مشخص شد که ذات افراد چیست. و فرمای شما رو قبول دارم، اگر اون نکته رو گفتم از این جهت گفتم که مثلا من وقتی نقد شدید میکردم به نرگس محمدی، میدیدم در کامنت ها دوستان نوشته بودن خب چرا مثلا خاندان پهلوی، خاندان پادشاهی واکنش نشون دادن. من گفتم مثلا دقیقا درست میگی، تبریک نگفتم خود رضا شاه دوم، ولی اگرم میگفتن آخه اصلا چه انتظاری دارید؟ مگه میشه کسی که مهمترین فرد جایگاه فضای سیاسی ایرانه مثلا نیاد واکنش نشون بده؟ این از این بحث. اما من یه مسئله رو میخوام اینجا باز کنم. ببینید، یه نگرانی من داشتم و دارم و خواهم داشت تا روزی که اون زمان تغییر پیش نیاد و نبینیم اون اتفاق نهایی رو، من این نگران رو خواهم داشت. و لازم اینجا توضیح میدم چون خیلی علاقمندم که در خصوص این بحث نظر هر دو بزرگوار رو بدونم. ببینید، ما شاهد دخالت اجانب و قدرت‌های جهانی در انقلاب‌ها و قیام‌های ملل جهان بودیم که معمولاً هم به فاجعه ختم شد. یک نمونه شو که من اتفاقا قبلا در یه برنامه با جناب فرابر عزیزم در موردش اشاراتی شد و صحبت داشتیم، مثلا بحث روسیه است. 70 سال این مردم در مقابل شوروی مثلا در روسیه جنگیدن، ایستادن در مقابل کمونیست ها، خون دادن، پدرشون در اومد. بالاخره در مقطع حساس، در لحظه نهایی که میشد کشوری رو که در چنگال کمونیست‌ها اسیر شده رو به یک جای مثبت، به یک جای خوب رسون، یک دفعه یکی از این مهره‌های در آب نمک خوابونده شده اون چیزی که الان معروفه به گلوبالیسم، حالا قدرت‌های جهانی، به قول جناب داریوش شفا، فرزند استاد شجاع‌الدین شفا، کلوپ بزرگان. کلوپ بزرگان یک دفعه اومد یک آدم برده خودش رو به اسم یلسین رو به روی کار آورد، یعنی مطرحش کرد، بولدش کرد در پروپاگاندا این فرد رو، همون کاری که سر علی نژاد و اسماعیلیون رو به یه نوعی دیدیم داشته انجامش، اومدن این فرد رو مطرح کردن، بولد کردن. و این آدم اومد بعد از فروپاشی شوروی، مهره غرب، مهره گلوبالیسم، انقلاب بزرگ مردم بر ضد کمونیست‌ها رو نابود کرد، بلایی بر سر روسیه آورد، بلایی بر سر روسیه آورد که بازگشت افسر اطلاعاتی کاگبه همون نظام شوروی برای مردم شد یه چیز خوب. تا یه دوره زیادی مردم به ولادیمیر پوتین با همه جنایاتش، با همه مشکلات و مسائلش به عنوان منجی نگاه کردن در مقابل با یلسین. حالا حرف من اینه، پروژه یلسین سازی، پروژه آنگ سان سوچی سازی به وضوح جلوی چشممونه.
نظر من اینه و میخوام نظر شما بزرگان رو در این مورد بدونم. جناب فرابر بفهم. مایکتون بسته است. شما ببینید در رابطه با بوریسیزی من چند سال پیشم برنامه داشتم که همین تو این برنامه گفتم از قدرت رسانه‌ای استفاده میشه و سعی میکنم مال نفوذ کنم. یه نکته هم درباره جامعه باید بگیم. یک جامعه که یک ماشین نیست که یکی فرمون داشته باشه هدایتش کنه. مردم وقتی میشورند، من میگم شورش چیز بدی هم نیست، میان میریزن تو خیابون ها، آدمای عادی هستن که زندگیشون هم سیاسی نیست. خیلی از جوانایی که امروز رفتن تو خیابونا در چند سال گذشته کشیدن که سیاسی نبودن، بلکه انسانایی بودن که می‌خواستن راحت زندگی کنن، بزد استبدادی که واقعا نفس کشیدن و براشون یا حتی اجازه نفس کشیدن نداشتن قیام میکنن. نه وقتی توده ها به خیابون میان، اینا رو میشه گاهی اوقات با کمک ابزارهایی که موجوده اونها رو میشه به سمتی هدایت کرد که خب خواسته اون گلوبالیستا مثلا هست. یلسین نمونهش بود دیگه. یلسین رو بردن بالای تانک. کی این رو برد بالای تانک؟ یکی همچه مست بود اصلا، نمیدونم پله نمیتونست بره بالا. من دعوستی ندارم. احمد باطبی نمونه دیگه شه. احمد باطبی ما بالاخره نفهمیدیم این داستانش چی بود. اکبر گنجی تو زندان انفرادی عکس میفرستاد بیرون، ما همچه سوال میکردم خود تو سلول انفرادی اون عکس ازش گرفته بود و داستانه از این قبیل. بارهاش تلاش شده که در رابطه با مسائل ایران بیان رهبرسازی کنن. من نمونه دیگه اش الله بحث واقعی مصدق نمیخوام بگوشن، ولی هم مصدق نمونه شی دیگه. محمد مصدق نه ایدهی در جریان نفت اصلا تو باغ نبود، دیر اومد و همه چو به اسمون کردن. در تاریخ ایران اینا زیاد دیده شده. من خب همه ما یادمونه دیگه، کسی نمیدونست که در روزنامه کیهان خاتمی جز رادیکال ها بود. من یه کتابی ها تو برنامه نشون دادم از محمد جواد لاریجانی، مصاحبه گفتگوی داشت 1175 بکنم با نیک بران رئیس اداره خاورمیانه انگلیس و اونجا دارم با هم صحبت میکنن که چرا اومدین $2.2 میلیون برای سر سلمان رشدی از بنیاد 15 خرداد بود اسمش گذاشتی. باره این کار آقای ثانیه‌ای هم خاتمی رو کاندید کرد. توضیح میده یعنی دولت انگلستان میدونست که باند خاتمی برادر آیت الله ثانیه‌ای و خود ثانیه جز کسایی هم که $2.2 میلیون از اون بنیاد کذایی برای سر سلمان رشدی تبعی انگلیس جایزه گذاشتن، ولی همه ما یادمونه که بی بی سی صبح تا شب میگفت خاتمی چه دست گلیه. آقا نیک بران کتاب محمد جواد لاریجانی اصلا گزارشه اینا. یا شما مثلا کتابی که دکتر مسعود انصاری استادم برگردان کرده بود از در رابطه با روابطی که در جنگ ایران و عراق اسرائیل و آمریکا اسلحه میفرستادن، من کتابو بارها تو برنامه‌ام خوندم که چه افرادی از طرف جمهوری اسلامی میرفتن پول میگرفتن، دلالی میکردن. خب اینا میدونستن که رفسنجانی چی کار است. خانواده رفسنجانی اون موقع با آمریکایی‌ها در ارتباط بودن، اسنادش هست. وقتی که خانم فائزه رفسنجانی میره پلو صدام حسین، من موثق جلوی دوربین میگم چون دقیقا میدونم داستان چی بوده، با هواپیمای 330 خودش دینارهای کویتی که صدام حسین از کویت دزدیده بود و میبره میره زوریخ تو سوئیس، اونا رو تبدیل به دلار و چیز میکنه. بعدا وقتی آمریکا به عراق حمله میکنه اون 100 دلاریا رو تو کاخ صدام حسین پیدا میکنن، با کمک نمرش قشنگ معلوم از کجا اومد که کسایی که اخبار دنبال کنن میدونن کدوم بانکای سوئیس هم بعد محکوم شدن، ولی صداشو خوابوندن. فائزه رفسنجانی از طرف پدرش میره دینارهای کویتی صدام حسین رو که از کویت دزدیده بود و میبره سوئیس. خود آمریکایی هم اینو میدونن چون خانواده رفسنجانی از قبل تو جنگ ایران را در دلالی اصلی پول قد و بدل میشد. اینو واضحه. خب حالا تعجب میکنیم که به یه نوچه، من رک میگم، به یه نوچه فائزه رفسنجانی میان جایزه سال نوبل میدن. این چیزایی که من بارها در برنامه گفتم دولت آمریکا میدونه، چون اومد اون بانک سوئیسی رو محکوم کرد. چون میدونید که بانک مرکزی وقتی اسکناس چاپ میکنه به بانک ها اون اسکناس های تازه شده ها میفرسته. اینا در کد دفتر دارن. میدونستن این 100 دلاری از کجا رفته خونه صدام حسین. ببینید بنابراین برای چی این کارو میکنن؟ برای اینکه میدونن توده ها رو میشه به انحراف کشون با کمک رسانه. داستان مارپیچ و سکوتی که سالا در برسابطه نمونه دیگه شد. ما هدفمون چیه اینجا سخن کوتاه که ما هم از این رسانه‌های اجتماعی از امکانات داریم استفاده کنیم، جلو اونا وایسیم و نشون بدیم که ملی‌گرایان ایران بیدارن
و دوران خاتمی سازی و روحانی سازی و موسوی سازی و شیرین‌آبادی سازی و خمینی سازی و مصدق سازی به پایان رسیده. این ملت بیداره، کوروش آسوده به خواب که ما بیداریم. در خدمت بفرمایید جناب احمد. زنده باشیم. ببینین در مورد نکته‌ای که شما فرمودین جناب آریای گرامی، من این خطر رو آنچنان جدی نمی‌بینم بنا به دلایل مختلفی. ملت ایران به شدت خسته هستن از اینکه دوباره موش آزمایشگاهی بشن و خوشبختانه به واسطه اینکه خیلی فاصله زمانی عجیب و غریب تاریخی نیست و اسناد پرشماری تو دسته، یک تصویر روشنی از دوران رضاشاه بزرگ و محمد رضاشاه فقید دارند. ببینید با برآمدن رضاشاه ایرانی ها از خلافت و سلطانیسم عبور کردند. رضاشاه نه خلافت کرد نه سلطنت کرد. این واژه سلطنت اشتباهه، بارها میشنویم. رضاشاه پادشاهی کرد و مختصات پادشاهی رضاشاه با تمام اون مشخصات نوین سیاسی غربی که همخوانی داره، هم اصطلاحا بحث قانون تفکیک قوا و اینها، در کنار اون به نکته بسیار مهمی که کمتر اشاره شده اینه که با اندیشه ها و آرمان ها و بعد مختصات پادشاهی ایران و فرهنگ ایران باستان هم همخوانی داره. یارش بزرگ در سنگ نوشته آرامگاهش که اصطلاحا وصیت‌نامه‌شه دو چیز رو ستایش میکنه که اهورامزدا در اون گذاشته، یکی خرده، یکی شجاعتشه. جایگاه داد رو همه ما میدونیم، داد در مفهوم قانونه. همه ما میدونیم چه جایگاهی داشته داد در دوره ساسانیان، در دوره شاهنشاهی اشکانیان، در دوره شاهنشاهی هخامنشیان. خب داد در مفهوم قانون، دادگری، زشت بودن دروغ، بعد مسائل مختلف، خرد، شایسته سالاری، اینها مگر مشخصات یک دولت نوین نیست؟ چرا وقتی که مراجعه میکنیم به مختصات دولت رضاشاه پهلوی مدام از این که بله مثلا فلان هست تفکیک قوا از قانون مشروطه و نمیدونم فلان قانون از اروپا اومده اشاره میکنیم، چرا به این همه همخوانی با ایران باستان خودمون، با فرهنگ خودمون، با هویت خودمون اشاره نمیکنیم؟ رواداری که امروز اروپایی‌ها به اون افتخار میکنن، اما تا 150 سال پیشی مثلا، حالا مسلمون میخوام بگم، یه مسلمون در پایتخت لندن به ندرت شما میتونستی ببینی. این بازی های جدیدشون مال الانه. اینها پس از جنگ های صلیبی با درستی ارزش گذاری نمی کنم که مسلمون خوبه اون بعد مسیح خوبه، نه، اون رواداری که الان پوزشو میدن محصول 40-50 سال اخیرشونه. خب اینو شاهنشاه کوروش بزرگ مگه 2500 سال پیش اعمال نکرد؟ مگه اجرا نشد در تمام شاهنشاهی هخامنشیان؟ خب اینها مشخصات دولت‌های نوینمون و مترقی که به نام اروپایی می‌شناسیم مگر نیستن؟ حالا جمع‌بندی سخن، ما با برآمدن رضاشاه از دو مفهوم خلافت و سلطانیسم عبور کردیم. دولت رضاشاه و محمد رضاشاه که بر اساس خیر عمومی بود، دولت رضاشاه و محمد رضاشاه بزرگ و محمد رضاشاه فقید در پی خاندان و دین و این مسائل نبود که بله آقا خون خودم، اطرافیان خودم بمونم بقیه مهم نیست، مثل مثلا قاجار، نمیدونم فلان دین رو هی ساپورت کنیم، حمایت بکنیم، مثل بسیار از مقاطع دوره صفویا. این در پی این نبوده، اونها در پی خیر عمومی بودن. همون مختصات که مثلا میتونی تو سوئیس ببینی، در پیشرفته ترین کشورهای جهان میتونی ببینی. پایه و اساس این حکومت ها خیر عمومی بوده. حالا این تجربه تاریخی وجود داره، یک تجربه پادشاهی ایرانی. من به هیچ عنوان قائل به این نیستم که مدام هی بگیم آقا نمیدونم مدرن بوده با غرب هی مقایسه کنیم، نه. پادشاهی رضاشاه، دولت رضاشاه، بله تعارف هم نداریم. اون ما بعد از نادرشاه ما عقب افتادیم، از جریان قدرت جهانی عقب افتادیم. در دوره قاجار محتوای تولید، محتوایی از نظر سیاسی و فرهنگی و قانون و بحث‌های مدنیت تولید نکردیم. به همین دلیل رفتیم مثلا از قانون بلژیک تو قانون مشروطه کمک گرفتیم. اینها هم بی‌تعارفه، نمیتونیم که حقایق تاریخ رو پنهان بکنیم، اما شالوده روحش کاملا ایرانیه. و سرتون رو در نیارم، چون این تجربه تاریخی وجود داره، مردم دیگه نمیخوام موش آزمایشگاهی بشن. جمهوری سوم نمیدم، حالا این تموم شد، اسلامیش تموم شد، ببینیم یه ذرم بزن طعم چپولیشو ببینیم، ببینیم مثلا کمه. نه نه، اینجوری نیست. مردم
به همین دلیل، این اقبال به همین دلیله که مردم نمیخوان دوباره موش آزمایشگاهی بشن. یه تجربه موفق 57 ساله دارن. من این تجربه موفق رو از برآمدن رضا شاه میدونم، از 1300 تا 57 یک تجربه موفق 57 ساله دارن، معجزه کرده، نتایجش رو میدونن، میبینن، میخونن. از دوره رضا شاه فیلم و تصویر، فیلم کمتره ولی از دوره محمد رضا شاه فقید فیلم و عکس بسیاره. مردم این تجربه رو میبینن، جایگاه رو میبینن، ارزش پاسپورت، ارزش ریال. آخه دیگه توضیح لازم نداره. حتی آقا به وحید بهمن گفتن، وحید بهمن نیست که، شاخص ها روشنه، شاخص های اقتصادی روشن، ارزش پاسپورتت روشنه، همه چی روشنه، جون چشته. به همین دلیل اون تجربه شوروی هر چقدر زور میزنن، مگر کم آقا من رفتم صدای آمریکا دفعه اول چند ماه پیش، علی نژاد فرداش اونجا جیغ و داد را انداخته بود، سلطنت را انداخته اونجا که چرا اینو دعوت کردید، در حالی که اصلا موضوع گفتگو هم ایران نبود، در مورد قفقاز بود. این آدم یه همچین قدرتی پیدا کرده بر اساس امتیازاتی که دولت بایدن بهش داده، پولایی که بهش دادن، فاندایی که بهش دادن. چی شد؟ درسته سرعتگیر بود، سنگ انداخت جلوی خیزش ملی ملت ایران، اما به کجا رفتن؟ در الان همون دم در زباله‌دان تاریخ یه ضربه دیگه بخوره افتادن تو خود زباله‌دان تاریخ دیگه. بزرگشون اینان دیگه، مدل روزاشون اینان، کهنه هاشون که اصلا تموم، شریعت مداری باشه، نمیدونم آهی باشه، اینا تمومن. این جدیداشون اینان، نمیدونم اسماعیلیون و علی نژاد الان کجا؟ اینه، مردم ایران انتخابشون رو کردن، اکثریت برگشت به یک حکومت کاملا میهن‌پرست، شایسته سالار، که بتونه توسعه و آبادانی و پیشرفت رو دوباره به این میهن برگرد. بسیار سپاسگزارم و من باید تایید کنم یه بخش مهمی از صحبتتون رو که یه چیزایی رو داریم ببینیم، به خصوص جناب فرابر، فکر کنم با توجه به تجربه طولانی‌تر فعالیت سیاسی شما، برای شما فکر کنم ملموس‌ترم باشه. من حالا جناب بهمنم قادرتاً یادشون هست، ما یادمونه که مثلا اون موقعی که شیرین عبادی جایزه نوبل رو برد، چه جمعیت همه خوشحال، ایرانی‌ها، یه بخش بزرگی از ایرانی‌ها، یا مثلا واکنش‌ها، میدونید اتفاقاً فرمودید، منم اینو قبول دارم، آگاهی بالا رفته و داریم میبینیم اتفاقا تو واکنش ها به همین جایزه نوبل رو هم دیدیم از سمت عموم جامعه. ولی خب یه سری مسائل هم باید مطرح بشه که بتونیم تا حد ممکن جلوی خطرات رو بگیریم. من یه مسئله شخصی رو میخوام بگم، یه احساس شخصی میخوام بگم، ولی قبل از اون یه پرسشی از دو بزرگوار دارم. فضای کنونی جامعه سیاسی ایران رو که میبینیم، واقعا دیگه حجاب ها افتاده، تعارف ها هم گذاشتن کنار، شمشیرا از رو بسته شده بر علیه پادشاهی خواهان. آقای شریعت مداری چند روز پیش اومد گفتش که اگر جمهوری بخواد در پادشاهی بخواد در ایران برگره، من اصلا ایران نمیام. البته اون که مهم نیست، میخواد بیاد میخواد نیاد، ولی منظورم اینه، یعنی میخوایم اصلا نه، ولی منظور اینه که من کسی خیلی هم فرش قرمز برایشون پر نکرده، ولی البته اگه بخواد بیاد ایران، اون چیزی که در ذهن ایشونه قرار نیست ایرانی بمونه از اون مملکت. ولی به هر حال مقصود اینه که اون تفکری که یه مقدار اینطوری بود که آقا همه با هم کار کنن، این داره کنار میره و من دارم میبینم همین تو همین ماجرای بحث خانم محمدی، از حرص پهلوی، از حرص پادشاهی خواهی، از حرص اینها، یه سری افراد اومدن همراه، اصلا مریم رجوی هم دارن تشویق میکنن که باری کلا که تو تبریک گفتی. اصلا یعنی اتحادی، واقعا داریم بحث 57 رو به معنی خود کلمه این روزها میبینیم. یعنی قشنگ بحث یک گروهی هست که ایرانگران، که به عقیده منم اون بدنه اصلیش بدونه چونو چرا، به عقیده من پادشاهی خواهان، انکار نمی کنم که جمهوری خواهان وطن خواهم داری، اما بحث اصلی به حالت جنبش، پادشاهی خواهی نماینده جنبش میهن پرست و پاتریوت ایران هم. دقیقا این جبهه در مقابلش هم جبهه های مختلف شمشیر از رو کشیدن. آقای علی جوانمردی اگر یه زمانی میومد میگفتش مثلا در لفاف حرف میزد، الان فقط زندگیشو گذاشته کنار، داره حمله میکنه به خاندان پهلوی، به پادشاهی. دیروز توییت زده،
توییت زده علی جوامردی اصلا هی همه چی رو ول کرده، سلطنت نشینان خارج کشور نمیدونم مثلا فلان، اخو چه ربطی داره جایزه نوبل به نرگس محمدی؟ یعنی من میخوام بگم سوال حرف من اینه که آیا شما دوستانم تایید میکنید یا به نظرتون میاد این بحث که دقیقاً چپه به وجود اومده و اینکه چه باید کرد؟ ممنون. اولا دقیقاً صحبتی شما که به نظرم پروازه بود، من تو برنامه هم همیشه از این مجاهدان روز شنبه صحبت میکنم که هم کسروی تبریزی هم شهری ما درباره صحبت کرده بود و هم پسر ملک المتکلمین در کتاب خودش درباره نوشته، یعنی همه اینها نوشتن. غیر از اینکه اینا یه جبهه مشترک بر علیه مردم درست کردن، ما باید مواظب اون میوه چینانی باشیم که کسروی میگه اومدن از خون جوانای ما این درخت مشروطه داره میروید و اینا اومدن میوه چینی کنن. من برنامه میخواستم بذارم آدینه، اگه افتضاح نوبل نبود میخواستم بیشتر از این صحبت کنم. یه شوخی های تاریخی، یعنی مسئله شما رو کاملا من قبول میکنم. میخواستم به نکته دیگه اشاره کنم، اون میوه چینان که این علاءالدوله بود، چی بود که اون شهرداری که اومد اون حاجی قندی رو شلاق زد که اصلا مشروطیت از اون با اون شلاق زدن آغاز شد، بعدش اومده بود برادرش احتشام السلطنه شد رئیس مجلس اگه اشتباه نکنم و خود این آقا شده بود مشروطه خواه. یا مثلا ذل السلطان که نصف اصفهان رو نابود کرده بود، بناهای دوران صفوی، حالا اومده بود وقتی می‌خواستن مجلس رو بدوستن شده مشروطه خواه ریسفید، اومده بود مجلس میگفت حالا من میرم با فامیلم صحبت میکنم محمد علی نیاد به توپ ببنده شما رو. ما همچین جریانی رو هم داریم، یعنی میبینم که مثلا خانم نرگس محمدی و همسرشون اینگونه صحبت میکنن، توهین میکنن به جوانای ایران. بعدی من ایشون توهین کردن، آقای تقی رحمانی به جوانای مملکت که رفتن کشته شدن و ایشون میگه این جایزه به موسوی و رهنورد و اون دختر رفسنجانی. بچه‌ها که میگفتن چی ما توله اکبر نمیخوام، چی میگفتن؟ این شعاری بود تو در دیوار می‌نوشتن، نه رهبر نه توله های اکبر، اینو من نگفته بودم، در دیوار نوشته بود. و اینجا به نظر میاد که این میوه چینانی که یه روزی اومدن به ستارخان پاشگوله زدن، اون میوه چینانی که اومدن مشروطه خانه واقعی هم بعد کنار گذاشتن، هم داری میبینیمشون دیگه. موسوی میخواد میوه چینی کنه، انقلاب شروع شده بود، مردم داشتن شعارهای ملی‌گرایی میدادن، آقا بدو بدو اومد اعلامیه داد. فائزه خانم که تا دیروز پولای صدام حسین رو براش میشست، با خون جوانای ایران تجارت میکرد و کلی و فروشی هم اتفاقا ریشش به این بانوی آزادی خواه جایزه سول نوبلی برمیگرده، خانم نرگس محمدی و شرکا که میرفتن به روحانی رای میدادن که فکر کنم که پس از سال 67 و سال 58 رکورد ادامه رو روحانی جان شکوند، نه؟ تبریک میگم. ببینید اینا میوه چینانی هستند که باید مراقب باشین. اینا اومدن میوه بچینن برای خودشون و برای همینه که برعلی پادشاهی خواهان گرد هم جمع شدن. خیلی ساده است، شما یک کالای زیبایی داری به نام ملیگرایی و نمادهایی مثل نماد قهرمانانی مثل رضا شاه، محمد رضا شاه داری، شما رضا شاه دوم، شاهزاده رضا پهلوی داری، شما شعبان الفقرا داری، شما این طیف پادشاهی پر از ستاره درخشانی است مثل فرخزادها، شهریار شفیقها، شهرام جاوید و امثال اونا، روشنگران بزرگی داشته اینجا، بهترین کتاب های اپوزیسیون و پادشاهی خواهان نوشتن. حالا یه مش ولگرد میوه دزد در ادامه راه ذل السلطان و علاءالدوله، یه شب مشروطه خواه شده، یعنی آزادی خواه شده به این حساب، معلومه بعد با ما دشمنی داشته باشن. اینا دزدن، اینا راهزنن، اینا جنایتکارن. خانواده رفسنجانی دزده، دزدی در خونشونه. میرحسین موسوی جنایتکاره، باید یه روزی محاکمه بشه. و اون چپی که امروز میشینه، شما حساب کنید چقدر اینها از ایرانی بودن متنفرن، چقدر میخوان دزدی قدرت بکنن. موسوی که سال 67 جدآباد خود این چپی‌ها رو قتل عام کرده، برادر خواهرشونو، حالا طرف اومده به نوچه موسوی درود میگه فقط جلوی شاهیا واسه. جمع دزدان جمع دیگه، یا من یاد مافیای مافیایی میندازه دیگه، صبح تا شب کله همدیگر میبریدن، وقتی پلیس میومد کنار هم بودن. اینجا مردم ایران، ملیگرایان ایران هوشیارن و میدونن که اشتباهات انقلاب مشروطه رو نمیذاریم تکرار بشه. در خدمت بفرمایید جناب بهمن و بعد دوره بعد اگر عزیزان موافق باشن بریم برای بحث جمع بندی. بفرمایید جناب. آره خواهش میکنم.
ببینین این نکته‌ای که وجود داره خیلی بحث روشنه. چیزی که وجود داره یک جریان ملی فراگیری داره شکل میگیره، همونطور که پیشتر اشاره کردم، و هر روز داره گسترده تر میشه، چون مردم گفتم خستن، نمیخوان دوباره موش آزمایشگاهی بشن، حالا یه گزینه دیگر رو امتحان کنیم. چیزی که ببینین آخه نمیشه آقا، شما سنگ رو سنگ بر نمیشه. کشوری چند هزار ساله که از روز اول تشکیلش که حتی روشن نیست، اینقدر عمق داره در تاریخ، پادشاهی بوده تا همین 44 سال پیش، تا همین 44 سال پیش. شما نمیتونی این نظم رو به هم بزنی، شما نمیتونی نسخه فرانسه برای ایران بپیچی، نمیتونی. من نمیگم جمهوری بده، اصلا به هیچ عنوان، اما شما نمیتونی این نسخه رو همینجوری بپیچی. که میتونستی باید مثلا بگی که آقا فدرالیسم آمریکا هم برای فرانسه خوبه. قطعا خیر، هر کشوری مختصات خاص خودش رو داره، تاریخ و هویت و فرهنگ خاص خودش رو داره، و تجربه دوران رضا شاه و محمد رضا شاه به ما نشون داده که با همه مفاهیمی که امروز به عنوان مفاهیم انسانی حقوق بشری پذیرفته میشه، کمال تطبیق رو داره. چرا؟ چون اصلا پایه‌گذاران تاریخ الان بگم میگن بزرگگویی کردید. آقا ما 2500 سال پیش رواداری دینی داشتیم که شما 50-60 سال مد شده تو کشوراتون نداشتید. شما نداشتید، شما جنگ‌های صلیبی داشتید، چه مسلمونش، شما جزیه میگرفتی، همین ایران هم گرفتن به واسطه دینی دیگه. شما به کسی که دین دیگه ای داشته زور میگفتی، ازش پول بیشتر میگرفتی. اما تو کشور ما، تو تاریخ ما، تو شاهنشاهی ما، تو فرهنگ ما اینها نبوده. یعنی با تمام اون مسائل نوین حقوق بشری هم مقایسه کنین، بررسی کنین، شاهنشاهی های ایرانی هم همسانی داره، همخوانی داره، میتونیم به راحتی ازش برداشت داشته باشیم، میتونیم به راحتی بهشون اصطلاحاً نگاه کنیم. کوتاه سخن، این تجربه موفق 57 ساله به ما نشون میده که آقا اشتباه رفته شده را. محمد رضا شاه فقط یه نکته ای داره، اکثریت خاموش. اتفاق 57 این بود آقا، تعارف که نداریم. تا شما مثلا با توجه به فیلم ها و اینا، جمعیت اینها نهایت بشن 2% 3% جمعیت، بقیه خاموش بودن، که خودش هم گناه بزرگی ها. شما سکوت کن، حالا ببینیم چی میشه. بابای من هم چه میگه، حالا ببینیم چی میشه. راه افتاده بود اون موقع، صداشو در نهین، حالا ببینیم چی میشه. اینجوری شد، حالا ببینیم چی شد. خب منظور این اشتباه که از طرف اون حداقلی که تو میدان بودن، سر کار بودن، در مقابل اون، برای اون حد اکثر خاموش تصمیم گرفته شد، که نتیجهش این شد مردم بیش از هر چیزی ندنبال یک نسخه جدیدی. روشن بگم، من این رو کامل احساس میکنم، برای همین باور دارم که حتی تاکید شاهزاده رضا پهلوی بر بحث صندوق رأی، نتیجهش برای ماها روشنه، خیلی روشنه. چرا؟ چون مردم میخوان به یک سامانهی، به یک سیستمی، به یک دستگاه سیاسی برگردن که کشور با مختصات کشور همخانه، با ایران همخانی داره، با فرهنگش، با تاریخش، با هویتش، و جواب داد. حالا طرف مقابل چون این خطر رو احساس کرده دیگه، ما چیزی نداریم، مگه ما فان داریم، مگه ما لابی داریم، مگه ما تلویزیونای آنچنانی داریم. یه ذره حالا مثلا من و تو یه ذره مثلا تو این وقتا داره چیز میکنه، اما به اونم یک بحث کلیه. خب اسمش روشه دیگه، در مقابل طرف مقابل که این همه پشتیبانی داره، میگم آقا رفته صدای آمریکا جیغ و داد، سلطنت داره علی‌نژاد. من همینجا به بینندگانتون میگم آقا بدونین، خانم ها بدونین، این خانم سلطنت رو انداخته توی چیز، تو صدای آمریکا. کی دعوت بشه کی نشه، یه همچین حالتی داره. تو این تریبون، اون تریبون، این فاند، اون فاند، برای چند دقیقه ترهات این خانم $30,000 آمریکا پول میگیره، میدن ها بهش میدن تو این سخنرانی. $30,000 یه 10 تام بذاریش روش، حقوق یک سال کامل یه کارگر تو آمریکا. الان آمریکایی‌ها مثلا کارگرای ساده‌شون سالی همین $40,000 به زور. این خانم برای یه سخنرانی چند دقیقه‌ش میگیره. ماها که اینو نداریم. جبهه مقابل این احساس خطر رو داره. احساس خطرش از من نیست. من
جونی ندارم، نه خرجم یه گلوله است دیگه، حالا از نظر جون میگم خدا نکنه هممون زنده باشیم، منم حالا چند سال بیشتر زندگی کنم به خاطر خانوادم، ولی ما نوعی که چیزی نیستیم که چیزی، خودم حالا بگم میدونی اون مردم، اون گرایش مردم باعث شده اینها دیوانه بشن اینجوری دیوانه وار حمله بکنن، ولی ماها که مثلا کاری نمی کنیم، نه پول خاصی داریم، نه سرمایه خاصی داریم، نه تلویزیون داریم، نه رسانه داریم، نه پشتیبان داریم، خودمون و جونمونیم، ولی چون مردم دارن به یک مسیری گرایش میکنن که اینها از اون مسیر احساس خطر میکنن، اینها سال 57 به اون مسیر شوریدن، همینها هستن دیگه، همون تفکرات، هیچ فرق نکرده، همون تفکرات. بنابراین کوتاه سخن این وجود، ولی من باورم اینه که این نقشه ها بارهای بار نقشه براب شده، باز هم نقشه براب خواهد شد، تو یک سال گذشته دیدیم تک به تک کارهاشون بی اثر بود. چرا؟ به خاطر مردم و حالا روشنگری هایی که ما میکنیم به عنوان خیشکاری وظیفه، اما نقش اصلی رو مردم دارن، واقعا میبینید دیگه آقا اصلا دستشون رو میخونن، انقدر مار خوردن، حالا نباید شاید درست نباشه برای ملت ایران یه همچین واژه‌ای به کار بودن، ولی با افتخار میگم انقدر مار خوردن اژدها شدن، انقدر نمیدونم اکبر کوسه و اینا دیدن که دیگه تز رد کرد، این مردم خودشون خیلی راحت میشناسن اینها رو. زنده باش، کلام پایانی من بوده. خیلی سپاسگزارم. منم کلام پایانیم رو بگم بعد جناب فرابر بفرمان کلام پایانیشون رو. من کلام پایانیم یه بحث احساسی، واقعا یه بحث احساسی، من بحث پایانیم یک بحث کاملا احساسیه و هیچ چیزی هم ندارم مثلا مطرح میکنم. ببینید در سال 57 یه فاجعه پیش اومد و بعد ما شاهد در زمین ریخته شدن خون پاکترین فرزندان این آب و خاک بودیم در طول این 40 سال. قاتلین اینها کسانی بودند که در همین دوره‌های مختلف تبلیغ شدند و مردم رفتن بهشون رأی دادند و این. همین خانم نرگس محمدی اومد تبلیغات کرد برای لیست امید، تکرار میکنم، حضرات که ری شهری عضو اون لیست بود، دوری نجف آبادی عضو اون لیست بود. ری شهری کیست؟ ری شهری کسی است که بهترین فرزندان این آب و خاک، بچه های ارتش شاهنشاهی ایران رو قصابی کرد. یعنی شما برای قصاب های بهترین فرزندان این آب و خاک تبلیغ کردید و داریم میبینیم در شبی که جاویدان دکتر فریدون فرخزادی که 37 ضربه در دهانش خورد در همون آلمانی که راه قتلش رو باز گذاشتن و بعدن همین نظرات غربی دارن جایزه آتم بخشی میکنن، آقای اکبر خوشکوش هم حمایت کرد از اون لیست، تکرار میکنم، خاتمی که ربط داره به ماجرای قتل جاویدان فرخزاد. حالا ما توضیحات مفصلش رو توی برنامه مشخصی دادیم که چه ربطایی داره، برنامه ریز بود، خودش مستقیما اون قتل رو انجام داد. حالا برای من اینجا حرفم اینه، من به عنوان کسی که دیدم این خانواده ها رو میشناسم، همین الان سهیل ملکپور عزیزمون که قرار بود تو این گفتگو باشه نرسید، تایم شکی نشد، پدرش در قیام شاهرخی توسط رئیس شهری تیرباران شد، زمان مصطفی هم تیرباران شد، زمان مصطفی هم تیرباران شد. و حالا بحث من اینه، بحث من اینه، نمیخوامم خیلی رادیکالتون همه آدم ها رو حذف کنم، یه چیزی دارم میگم، جایزه صلح نوبل دادن دیگه این وسط شوخی. یعنی ببینید شما میتونید بگید یه نفری از اصلاحات دفاع کرد، حالا یه زمان یا مسئله دیگه، ایشون که هنوزم خوشوهرش اومده به موسوی تقدیم میکنه، ولی حتی اگه یکی هم یه روزی از اصلاحات دیگه جایزه صلح نوبل دادن، طنز تاریخ و کلمه صلح رو به مسخره گرفتنه. من خواستم این بحث احساسی رو بگم، شخصا هرگز به این خونها خیانت نخواهم کرد. ممنونم از جناب بهمن عزیز که برنامه در خدمتشون بودیم. جناب فرابرم صحبت پایانی رو بفرمایید. من نفر بعدی که جایزه صلح نوبل میگیره محمد جواد لاریجانی. اول یه مثالی هم از کتابش آوردم، میگم با نیک فران نشسته، حالا فریدون فرخزاد به دستور رفسنجانی ها به قتل رسید. من یادم میاد که رفسنجانی که مرد یه برنامه گذاشتم یوتیوب هم از همون شب
که داشتن روزه خونی شروع میکردن در مسجد آیت الله بی بی سی، من یه برنامه گذاشتم چون برنامه بعدم باعث شد برنامه من در تلویزیون اندیشه قطع بشه چون ما فهمیدیم رقابت هایی هم وجود داشته بوده. اشاره کردم قاتل اصلی فریدون فرخزاد رفسنجانی بود. فکته عاشق ایران هستم، درد میکشم از اینکه اینقدر ابله در دنیا فراوونه و اینقدر بیمغز در دنیا زیاده. برای کشوری که رئیسش هاشمی رفسنجانیه ولی شاعرش حافظه، در این کشور ستان انقلابش موسوی اردبیلیه که با گاف شباهت تام و تمامی داره، شاعرش مولویه. میدونی من از کشوری نمیام که رهبر اون کشور امروز باعث افتخار من باشه. من خجالت میکشم که بگم ایرانی هستم، در حالی که ایرانی بودن باعث افتخار مردم بوده در طول تاریخ. چه بر سر ما آمده که مثل آلمانای زمان هیتلر خجالت میکشیم بگیم رهبر ما آدولف هیتلره. 42 سال پروار شدم، اومدن دایی منو تیکه تیکه کردن با کمک همون آلمانی ها، مردمی که شریف بودن و غیرتشون برخورده بود و نمیتونستن تحمل کنن، ایستادن، کشته شدن، زخمی شدن از زندگی، ولی ایستادن. بعد من میبینم به یک آدمایی که اصلا این ور از اونجا برشان آوردنشون اینجا، جایزه شجاعت، کدوم شجاعت؟ حالا ایشون یه نفر از خیلی ها، به اون یکی خانوم نمیدم وکی جایزه صلح، جایزه صلح نوبل. یارو ما رو ول کرد درون، خانواده هایی بودیم که وکیلمون بودن ایشون، ول کرد اون 1,000,000 دلار رو گیره و شوهرم جدا شد. ما اینجا یاده جایزه صلح نو حسن فکر میکنم از حلوش سال 1354 تا 61 توی این خونه زندگی کرد. علت سکوت و خلوتیش این خونه رو انتخاب کرد و از همینجا رفت که رفت که رفت که رفت و ما دیگه ندیدیمش. و شادترین چیزی که توی این کوچه اتفاق افتاد توی این خونه عروسی من بوده که فریدون نبود و زنگ زد زار زار گریه میکرد و میگفت فقط من بگو کجا نشستی، سفره عقلتون کجاست که من تصویرش بکنم. لاقیجانی، خب علم یه فرخزاد و اینا که شما نام بردی جناب آقای فخری گرامی، آقای برمامو که تبعی این کشور ها نیستیم، این یارو بند خدا سلمان رشید تبعی انگلیسه. میگم این برنده آینده جایزه صلح نوبل رفت اونجا نشسته، میگه آقا میکنم داستان چه شما از این چیز میکنید، این بنیاد اینا اومده پول سر این گذاشته. نیکرام این چی میگه؟ میگه که الان من مضمونش اینه که ببینید ما هم اینجا دموکراسی داریم، اپوزیسیون ما استفاده میکنه از این مسئله، ما هم بعد اعلام حمایت کنیم از این آقای نویسنده، یعنی بزنیم بکشید ما بیخیالیم. بخونید، یعنی دقیقا اینو داره بهش میگه. شما نماینده کشوری که برای تبعی شما سر جایزه تعیین کردن فلوت میگه آقا دولت مالا یه چیزی میگه، خب میدونی مسئله داخلیه نمیتونیم. حالا چی؟ من نکته اینه که اینا چه سودی دارن از این جمهوری اسلامی و چه ضرری از پادشاهی ایرانی دیدن و چه خطری براشون داره، این نکته است. که آقای علی تجزیه جوانمردی که اتفاقا ایشون هم صدای آمریکا یه مدت کار میکرد، اون ور کامله کمونیست، این ور موسویچی و نمیدونم مجاهد خلق، همشون با هم متحدن، حمایت مالی میشن از همین آمریکا و از همین انگلستان، حمایت مالی میشن. من یادمه که بچه‌ها تظاهرات داشتن تو ایران، فاکس نیوز داده دست راستیشونه ویدیوی رضا شاه گفتن مردم ایران رو پخش کرده بود، صداشو عوض کرده بود با رجبی رجبی. من خودم تو برنامه شان هنیتی رو دیدم. بنابراین
داستان خیلی ساده است. ما امروز فقط دو جبهه داریم، جبهه دشمنان ایران و جبهه عاشقان ایران. جبهه دشمنان ایران امروز کسانی هستند که حاضرن برن کنار قاتلین مردم ایران بیستن که پادشاهی به ایران برنگرده، و همون بیگانگانی که سال 57 فاجعه آفرین بودن از اونها حمایت میکنن. آقای بهمن بلند میشه، آقای بنزاد شما رفتی سری آمریکا، من یه خبرنگاری حالا مسئله خصوصی سالا پیش شما صحبت کرد و سری آمریکا با آقای فرش شما در لیست سیاه قرار داری، ولی اگه درباره یه موضوعی خواستی مهمان بگید من شاید دعوت کنم، خودت ولی نمیتونی بیا. آقا خودش یه مدت ممنوع تصفیه شده و تازگی اومده، فکر کنم میدونید کیو میگم، اتفاقا آدم زیاد بدی هم نیست. گفتم من موقع برمیزه گفتش که شما نمیتونی در لیست سیاه، ولی خب مهمان معرفی کنید شاید بتونم بیارم. اینه داستان. ببینید کسایی که از دیوار سفارت آمریکا بالا رفتن، شما یارو کی بود مردی که تو ایران برگشت ایران کتاب نوشته بود که سر سلمان رشدی رو ببرین دیگه، کی بود؟ مهاجرانی. دولت انگلستان بهش پول میداد که میرفت بی بی سی صحبت میکرد. بنابراین ما فقط دو جبهه داریم، فقط هم جمهوری اسلامی نیست، یه جبهه ملی‌گرایانن، یه جبهه کسایی که منافع شخصی ایدئولوژیک دینی سیاسیشون هر چی بخوان جیبیشون. و ما امروز باید بدونیم، فقط یه نکته جناب بهمن با شما موافقم، اونا هیچ غلطی نمیتونن بکنن، فقط مسئله اینه که این وسط مجید رضا رهنوردهای بیشتری کشته میشن. ما پیروزیم ولی ما باید سریعتر پیروز بشیم، به خاطر اینکه بچه های مملکت کشته میشن تا جیوای مسیح علی نژاد پر بشه، تا جیوای نرگس محمدی و اکبر گنجی و شرکا اصغر فرهادی مزخرف دیگه بده بیرون جایزه بگیره، بچه های مردم کشته میشن. و این جنایت علیه بشریت رو نباید مردم ایران فراموش کنن. ایران که شاه نداره متاسفانه حامی و پشتیبان هم نداره. ما پادشاهی رو همیشه در خدمت مردم ایران خواستیم، ما نه شاه برای نشدیم، شاه رو برای پادشاهی، پادشاهی رو برای ایران خواستیم. و سامانه پادشاهی معنیش اینه که در اون سامانه شایسته سالاری شما گفتید اینا بهمن دقیقاً شایسته سالاری، ولی یه سامانه‌ای باشه که تو شایسته بتونه سالار بشه. و پادشاهان ما همیشه در این راستا کوشش کردن، بدون رضا شاه محمد علی فروغی ده خدا و بقیه هم نمیتونستن خدمتی کنن، حتی ملک الشعرای بهار هم بعدا اینو اذعان کرده بود. بنابراین باید به این دوران برگردیم. بنابراین فقط دو جبهه داریم، من خوشحالم که در جبهه‌ای هستم که عاشقان ایران هستم. پاینده ایران جاوید شاه، سپاسگزارم از شما. بسیار سپاسگزارم. جناب بهمن اگر یه جمله میخواید بدرود بگید بفرمایید. سپاسگزارم از دعوتتون و این گفتگوی دلنشین. پاینده ایران بدرود. خیلی از شما سپاسگزارم عزیزان و از تمام بینندگانی که این برنامه رو به تماشا نشستن. پاینده ایران برقرار با درفش سرنگ شیرو خورشید نشان جاوید شاه، بدرود تا بعد. با درود خدمت جناب ملکپور عزیز. جناب ملکپور خیلی تلاش کردیم که در گفتگویی که با عزیزان جناب بهمن و جناب فرورد داشتیم شما هم تشریف بیارید. دوستانم خیلی مشتاق بودن، قبلش موقعی هم که گفتگو میکردیم قرار بود که برنامه به صورت 4 نفره ضبط بشه، ولی متاسفانه به خاطر اینکه هر کاری که کردیم ساعتها همزمان نشد، امکانش فراهم نشد که در خدمتتون باشیم در جمع، و صحبت شد که حتما در ساعت مشخص بعدی این کار انجام خواهد شد. با توجه به اینکه زیغ وقت بود و موضوع برنامه طوری بود که باید حتما در اسرع وقتی برنامه ساخته میشد، نمیتونستیم من به روز دیگه منتقلش کنیم. به هر حال خیلی خوشحالم که شما رو داریم و خیلی ازتون ممنونم که باز همین وقت رو در اختیار من و هموطنان عزیز قرار دادید. یک درود ابتدایی دارید اگر ممکن هست خدمت بینندگان مطرح کنید تا بریم سراغ برنامه. بفهم. من درود می‌فرستم خدمت شما و همه همیهنان عزیز، خصوصا جناب آقای بهمن نازنین، خسرو گل. دوستان معذرخواهی می‌کنم چون خیلی یک باره شد و شما در جریان، من تورا بودم، تازه نیم ساعت برگشتم از جناب ملکپور. اینی که میخوام بهتون بگم اصلا و ابدا شخصی کردن مسئله نیست. اصلا شما به عنوان یک شاهد زنده، نه به عنوان خانواده ملکپور،
میخوام یه چیزی رو مطرح کنم، چون اون کسانی که الان تریبونی ندارند مثل شما، شاید صداشون مثل شاید ایران باشن، شاید جای دیگه باشن، شما به عنوان یک شاهد از اون طیف میخوام ازت بپرسم، یعنی بخوام بگم، چون میدونم شما هیچ وقت کسی نیستید که مسائل رو شخصی کنید، ولی من به عنوان شاهد تاریخ میخوام از یه چیزی ازتون بپرسم. جاوید نام تیمسار امیرحسین ملکپور رو که یک عزیزی بود، یک قهرمانی بود از هزاران تن که قصابی شدن، رو چه شخصی در بیدادگاه دستور اعدامش رو داد؟ ری شهری. جناب ملکپور، به کسی که در لیست امید تکرار می کنم بابا اکبر اومد مردم رو صبح و شب دعوت کرد که به ری شهری در مجلس خبرگان رأی بدید، یعنی خانم نرگس محمدی، جایزه صلح نوبل دادن. دیگه به همین راحتی. بله. قصه ها پر از سکوتن، پر دردن، پر رنجن، قصه ها میگن تو دنیا آدم ها دنبال گنجن، گنجی کرس زمینه واسه امروز و همیشه، گنجی که قصه ی تلخه تا ابد کهنه نمیشه. شاهد این ماجرا در جلوی بنده نشسته، منم عرض کردم مسئله شخصی نمیخوایم بکنیم، چون به عنوان نماینده یک تاریخه، مسئله شخصی نیست، فکت تاریخه، همینه عزیزان نازنین. الان نمونه بارز شما مثال زدید، مگر در جریان دادگاه مثلا ترورهایی که اتفاق میشد کسانی رو برنداشتن به حکم جلب بین المللی دادن، همشون میان و میرن. اصلا اینا همش مزخرفاته، دنیای غرب ما رو مسخره کرده. من حقیقتا سورپرایز شدن هممیهنان رو متوجه نمیشم. حالا امیدوارم که شخصی بر نداره، این یک جای نمیتونم بگم جای سؤاله، ولی تصور میکنم هنوز به باور جمع نرسیده این مطلبی رو که بنده هر دفعه اصرار دارم که باید بپذیریم که آقا ما در جنگ عیان و رو در رو در مقابل دنیای غرب هستیم، دیگه نباید سورپرایز بشین از این اتفاقات. اشکرم جریان آفتاب آمد دلیل آفتاب، همین دیروز برنامه پخش شد، برنامه که با شما ضبط کردم و دقیقاً مطالبی رو به عرض رسوندم که سالهاست دارم میگم. یعنی بعضن دیگه کسانی که حالا برنامه منو ممتد دنبال میکنن دیگه اونا هم حفظن، چون هر دفعه اتفاق میفته که من مجبورم از نوع این جریان رو بگم. به باورتون بشینه عزیزان، ما با دنیای غرب طرفیم که با توحش هرچه تمام در سال 57 در مقابل شاهنشاهی پهلوی ایستادن و حمله کردن،
و با اصرار هرچه تمامتر میخوان اون کاری رو که کردن نگه دارن و نگذارن مجدد ایران به اون ریل تمدن، ترقی، پیشرفت و استقلال، آزادی یه حقیقی برسه. یه چیز کاملا نرماله. سالیان سال اینها دارن این کارو میکنن که آلترناتیو سازی بکنن در مقابل شاهزاده رضا پهلوی. از چیه ماجرا شما سورپرایز شدین؟ همین دیروز بود داشتم براتون میگفتم که موقعی که اینا میخواستن اولین اقدامشون چی بود در زمان اصلاحات بود. همون زمان حزب دموکرات آمریکا اومد برای اینکه بتونه این جعبه ما ملت ایران رو به چند تیکه بکنه. این هم الان باز فکر کنه میشه بار دیویستون که مادلین آربرایت اومد راجع به 28 مرداد اسخایی که چون اون مصدق و سلطنه قاجار علم یزید تمام ایران ستیزانه و داستانی به نام 28 مرداد که داغ جیگر اینا شده، چون بهمن 57 رو اینا در 28 مرداد در جریانات مرداد 32 میخواستن اجرا کنن و چون در اون زمان شاهنشاه آریامهر ایران رو نجات داد و پس اون پله های ترقی ایران رو صد تا رفت جلو، این 28 مرداد 32 داغ جگر این هاست و هنوز که هنوز شما میبینید که راجع به این ماجرا اینها مانور میرن و شخصی به نام مصدق السلطنه قاجار، عموزاده احمدشاه، علم یزید تک تک ایناست. حالا این اصطلاحات که خود حالا مذهبیون میگن و حالا باب شده به عنوان ضرب المثل. خب شما دارین اینو میبینین. اون سه دیروز خدمتون عرض کردم در 2 خرداد 76 این کارو کردن. از پس اون که اصلاحات رو درست کردن که دقیقاً بازگشت ملت به سمت پهلوی رو بتونن جلوشو بگیرن، از 2 خرداد 76 تا به همین امروز این روند ادامه داره و اینا هر سری میان آلترناتیو سازی میکنن که هر جوری هست شخصیت هایی رو بسازن در مقابل اعلیحضرت رضا پهلوی که فقط ایران به سمت قبل از 57 بر نگرده که کابوس برای دنیای غرب، یعنی در حقیقت دنیای استعمار. من اتفاقا با این کارهایی که میکنن خیلی خوشحال میشم. من نمیدونم شما هرچیش ناراحت شدید، چون هر دفعه داره بیشتر ما رو به مقصود اون میرسونه که جامعه براش نهادینه میشه حقیقتا که ما با دنیای غرب در ستیزیم و این چیزی که در اتفاقی که در کشور ما افتاده در این 44 سال حمله وحشیانه غربی ها به ایران بوده و تمام این داستان نویسنده، سناریست، کارگردان همه چیز غربی ها بودن تا به همین ساعتی که الان ما نشستیم داریم صحبت میکنیم. اینها میدونستن که چه بلایی به سر ایران آوردن و میدونستن که جامعه روزی بیدار خواهد شد. اینها میدونستن که دورانی هست به نام عدالت و قضاوت تاریخ و روزی میشه که مردم میفهمن که در سال 57 کشورشون اشغال شد و میخوان که کشورشون رو پس بگیرن. پس بنابراین همواره اینها در این تکاپو و در این تلاش بودن که آلترناتیوی بسازن در مقابل تنها شخصیتی که میتونه ایران رو برگردونه به اون اقتداری که داشتیم، اقتدار حقیقی، به اون استقلال و آزادی حقیقی که اینها کلی هزینه کردن که اون از بین ببرن و تا همین الانم نذارن که برگرده. هزینه های سنگین کردن. از سالها خرج اون حرامزادگان دسته رجوی رو دادن در کنار مرز ایران که لولوی بر ما بکارن، همیشه بین بد و بدتر بمونیم. بعد خرجی به نام داعش، خرجی به نام طالبان، هر آنچه که هست که آقا ما به اینی که هست راضی باشیم. نشد. ملت ایران از سال 95 اومد بیرون
و اعلام کرد دیگه هیچ سیاستی نمیتونیم بر ما اعمال کنیم و این رو دنیای استعمار فهمید. اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا و شعارهای پهلوی خواهانه یعنی بازگشت به ناسیونالیسم ایرانی. دوستان عزیز، پهلوی الان فقط صرف یک خانواده نیست، پهلوی یعنی الان ایران، یعنی ناسیونالیسم ایرانی، یعنی بازگشت به هویت، یعنی بازگشت به روزگاری که ایران تصمیم گیرنده بود، بازگشت به روزگاری که ایران اعتبار بین المللی داشت، بازگشت به روزگاری که ایران شاهراه اقتصادی جهان دستش بود، بازگشت به روزگاری که تمام کشورهای منطقه از ایران به حقیقت حساب می بردن، بازگشت به روزگاری که اون شوروی با اون عظمتش که به هر حال قدرتیه برای خودش، تازه همین الان که تیکه تیکه شده هنوز قدرته. 50% از دریای کاسپیان رو ایران شاهنشاهی در اختیار داشت. هیچ موجودی وجود نداشت که نام تهوع‌آوری به نام اندربیه رو بر خلیج همیشگی پارس بذاره. خب اینا نمیخوان همچین چیزی. طبیعیست آلترناتیف سازی میکنن. از چی سورپرایز میشین؟ اتفاقا بیشتر باید شما به حقانیت راهتون افتخار کنید که تا کجا دارن دیگه به میگن قافیه چو تنگایت شاعر به جفنگایت، دیگه کارشون به جفنگیات کشیده. اگه جایزه صلحی بخواستن بدن باید به بانو فاطمه سپهری میدادن. خب این یه صرف دو تا چهار تا هست، اسمش هم حتی نمیارن چون پادشاهی خواست. به سهیلا حجاب باید میدادن، نمی کنن چنین کاری. دنیای غرب به این حقیقت رسیده دیگه، این چیزی رو که کاشته جواب نمیده. دوستان بر بنای دیروز خدمتون دیگه رک گفتم، چون زمانی که این داستان 1401 شروع شد اون موقع نمیتونستیم بگیم به همین صراحت، ولی بنده از سه روز بود که شروع شده بود در برنامه با همین آریا سعی کردم به طرق مختلف برسونم. دوستان یه جو ضد انقلابه، چون انقلاب اصلی ما ایرانیان از 95 شروع شد، 95 96 98 1400، و بازم مجبورم تکرار کنم برای اون عواملی که با پنس نشستن تیکه های حرفو در بیارن واسه قصه در بیارن، که این مسئله هیچ ارتباطی با اون دلاورانی که در خیابان ها اومدن نداره. اونا جوانان پاک ما بودن که از هر فرصتی برای آزادی ایران استفاده کردن و اومدن بیرون. ولی صحبت من با اون کسانی است که سوار بر ماجرا هستن. تمام اینا از 1401 تمام پلانشون سرقت انقلاب ایران، اگه بخوایم رو انقلاب رو دزدیدن، که این داستان بود. چون انقلاب اصلی از 95 شروع شده که هنوزم ادامه داره، چون فهمیدن ادامه داره، شکست خوردیم طرحشون. برای همین دیگه امروز ما راحت تر میگیم تلویزیونشو کاشتن، چون میدونستن دیگه بی بی سی جواب نمیده. سالهاست دیگه بهش میگن آیت الله بی بی سی. یه تلویزیون کاشتن، عربستان خرجشو داد کامل، چون عربستان یکی از کشورهایی است که خیلی بیشتر از امریکایی‌ها و اروپایی‌ها تلاش میکنه که ایران به دوران شاهنشاهی پهلوی برنگرده، چون تمام قدرت شاهنشاهی ایران متاسفانه و میگن آب که سربارا بره گور با قبوعتا میخونه، الان منتقل شده رو اون ملخوران شطر سوار. به هیچ عنوان نمیخوانم چیزی از دست بدن. اون موقع سلطانشون برای شاهنشاه ما خودش باید می اومد دم هواپیما رقص شمشیر میکرد که تو اعلیحضرت ما اصلا جواب سلامش رو بده. مسلمه که اون نمیخواد برگرد. همونطور که دیروز در برنامه خدمتتون عرض کردم، سازمان اخوان المسلمی، حالا یا اخوان المسلمی، 3 بند و 4 بندش فقط راجع به همین ماجرا بود که وجود شاهنشاهی ایران
و ارتش شاهنشاهی تحقیر دنیای عربه و تأکید مؤکد که باید از بین بره. خب مسلما عربستان میاد همچی هزینه می کنه، همه کار کردن، شخصیت هایی رو درست کردن، با هلیکوپتر برداشتن اووردن، همین دولت آلمان خیابون درست کرد، همه کاری کردن. همینا که یک سال قبلش که ملت ایران چندین برابرم کشته داد، قیام 98 کشته های ما بسیار بیشتر از 1401 بود. اینا حتی یک خبرشو ندادن. اینو هزار بار شده میگم، چون پادشاهی خواهی بود حتی خبر یه زیرنویس نمیشه، هیچی، خفقان مطلق. به هر حال اینا همه این کارا رو کردن، ولی دیروز هم به برنامه در برنامه خدمتون عرض کردم، منتهی یکیکر رو نخونده بودن که ریشه ما در خاکه، یه ریشه 7000 ساله هم هست. فکر نمی کردن که موفق نشن. بازم تکرار میکنم، درود به شرف یکایک بچه های پادشاهی خواه که با این امکانات صفر چنان طرح عظیمی رو جلوش ایستادیم. مسلمه اینا الان سلاحشون رو زمین نمیذارن، به هر طریقی آلترناتیو سازی میکنن. شما توقع داشتیم بعد مثلا جایزه صلح نوبل رو بیاد بده به کی؟ عرض کردم بده به بانو سپهری؟ دولت‌های غربی که این گونه مشمئز کننده در پی تحریف، سرقت و نابودی کشور ما هستن. اینا شبانه روز دارن تلاش میکنن که آلترناتیو در مقابل شاهنشاهی پهلوی درست کنن. پادشاهی خواه رو علک کردن، هر کی رو گرفتن پادشاهی خواه بود کشتنش، چپگرایان رو کردن توی زندان، به اصطلاح ازشون گوت ساختن، کشتنشون بیرون. دیگه دیدین، دیگه چیزی نیست که بگیم، ما توهم همتون دونه دونه دیدیم. هیچ کس نمیتونه کتمان کنه. کارشون که تموم شد، بعدا همینا که الان سینه چاکان همون خانوم هستن که تو توییتر اینا فقط میان فوش میدن، سریع اومدن اعلام 2 هفته استراحت کردن و دقیقا هم دیدیم با اون 2 هفته استراحت خوابید ماجرا دیگه، یعنی 2 تا 4 تا. خب ببینید، دیگه باید یه جا هست دست از تعارفات برداشت. درودهای ایرانی به روان و پاک تمام جوانان نازنینمون که با شرف و غیرت اومدن کشته شدن. شرم و ننگ باد به جانیان 57 که برای رسیدن به اهداف کثیفشون حتی خون بچه های ما سوار میشن که فقط ایدئولوژی کثیف خودشون رو بتونن تحمیل بر جامعه بکنن که جنایت 57شون رو امتداد بدن. شرم به وجود تک تکتون، فقط برای اینکه اون ایدئولوژی ویرانگرشون که از سال 57 کشور ما رو نابود کرده و طبق قانون و طبق طبیعت عدالت و قضاوت تاریخ جامعه ایران جمعشون کرده به سطح خاک رو بریخته رو دوباره برگردونن. ولی کور خوندین، ریشه ما تو خاکه، ما هم بمیریم. اون جوانایی که همه واقعیت‌ها رو فهمیدن نمیگذارن شما پلانتون اجرا کنی. حالا هی برین آلترناتیو درست کن، هی اربابان غربیتون بیان ازتون تشکر کنن، ازتون سمبول بسازن، فلان کنن، بیسار کنن، جایزه نوبل بهتون بدن. همه این مزخرفات ما اینا رو در تاریخ دیدیم که تمام این ارگان‌ها و سازمان‌ها دستساز دستگاه اطلاعاتیه. ما دیدبان حقوق بشرتون رو دیدیم در سال 50. همه اسنادشو دارم، همینی که تو اون برنامه عرض کردم خدمتتون، که اون برنامه‌ای که ضبط کردیم کامل همه رو با سند خدمت هست. دیدبان حقوق بشرتون در سال 57 داریم که رمزی کلارک بود همه کارش و کلن اون سازمان رو MI6 درست کرده بود که هر کشوری رو که میخوان با به اصطلاح انقلاب نابودش بکنن بیان و مسئله حقوق بشر رو بکشن اونجا و اونگونه بتونن به اون کشور حمله کنن، کشورهایی که به واقعیت میخوان دشمن اینا و در مقابل اینا ایستادن که بارز شاهنشاهی بزرگ پهلوی بود. دیگه حالا این
ارگان های معذرت میخوام 2000 جایزه نوبل دیگه. ببین رو شده همه، شما از چی نگرانین؟ کدومش دیگه باید برای ما ایرانی ها اعتبار داشته باشه؟ سازمان مللش دیگه برای ما اعتباری نداره. اگه سازمان ملل سازمان ملل بود، دوستان عزیز، همین 3 هفته پیش بود که آیت الاعدام رئیسی رو که این همه جنایتی که در تمام زندگی، حالا اصلا تاریخش به یک تاریخ زندگیش یه طرف داستان، در همین به اصطلاح قضیه 1401 که این همه جوان نازنین ما کشته شدن در ریاست جمهوری، همین آدم بود. سازمان مللش رو دیدین که چجوری رفتن تو کمر جلوش دولا شدن، انگار نه انگار کسی رو دعوت کردن که این همه آدم کشته. این مزخرفاتی هم که برادران تنی اینا چپگرایان میان به عنوان روشنفکر در تلویزیون ها همچین هم یه ور میشینن خود اول میگن، فقط به صرف اینی که خب پشتوانه دارن، سرمایه دارن و اجازه میدن که اینا هر شرور لاتایلاتی که میخوان بیان بگن به عنوان تحلیلگر، به عنوان فلان، به عنوان هر آنچه تایتل هایی که بهشون میدن، که نه خیلی سازمان ملل متحد اصلا کاری به این جریانات نداره و رئیس جمهوری وقت اینا مزخرفات دوستان عزیز. این جمله‌ای که میخوام الان خدمتتون عرض کنم اصلا تحت هیچ شرایطی، دوباره میگم، یه سری آدم این پنس به دست های داره صدام حسین طرف داره بونه وقت عرض کردم، من دیگه تلاش نمی کنم فارسی به کسی یاد بدم. اون زمانی که تصمیم گرفتن که صدام رو باید باش مقابله بکنن، در هیچ یک از جلسات سازمان ملل دعوتش نمی کردن، می گفتن این ناقض حقوق بشره، که تو موقع صدام رو دعوت نمی کردن. ببینید یعنی اینا هیچ، ولی دیدین که ابراهیمی رئیسی رو دعوت کردن و این چپگرایان عرض کردن چون اینا برادر تنی هم، یا سازمان ملل ربطی به این جریان نداره. خیلی دوستان عزیز، ما ایرانیان دیگه به این حقیقت رسیدیم، با تمامی دنیای غرب در نبرد مستقیم هستیم. ما ایرانیان به این ماجرا رسیدیم که دنیای غرب به هیچ عنوان نمیخواد که کشور ما به بزرگی که داشت برسه، چون اون رو اساسا حمله کردن که نابودش بکنن. و ما ایرانیان حقیقی به این نتیجه رسیدیم که تمامی گروه های ضد پهلوی که به اسم اپوزیسیون خارج از کشور هستن، برادران تنی حاکمن که دنیای غرب یعنی دنیای حمله کننده اینا رو در آب نمک نگه داشته، که به مجردی که دیگه تاریخ مصرف اونا تموم بشه، یه از این جیب به اون جیب بکنید بده دست اینا که خیالش راحت باشه که باز دست خودمونه. ما ایرانیان حقیقی به این ماجرا رسیدیم دیگه نه دوچار شوک میشیم که به کسی جایزه نوبل بدن، چون اصلا اعتباری برای ما نداره. همون که عرض کردم سازمان مللش هم دیگه برای ما اعتبار نداره، چون دیگه ما دیدیم که چه کردن. اینش که خواهش میکنم هم میهنان عزیز، به حقایقی که رسیدین بهش ایمان بیارین. وقتی ایمان بیارین به حقیقتی که بهش رسیدین، دیگه اینجوری سورپرایز نمیشین. که خیلی مطلب مهمه، زمانی ایران ما نجات پیدا میکنه که به حقیقت برسید به این واقعیت که ما در نبردیم، کشور ما اشغال شده است و حمله کنندگان به کشور ما، طبیعی است که همه جور اعمال مسخره، مضحک و عرضم به خدمت رو شرم‌آوری میکنن برای اینکه بتونن آلترناتیو سازی بکنن در مقابل شخصیت و گروه و تفکری که اینا باهاش دشمنی دارن، چرا که تنها و تنها عامل پیروزی، نجات و پیشرفت ما ایرانیان. فکر نمی کردن که آقا جریان ملیگرا اینقدر قوی باشه که نه تنها جلوشو بگیره، بلکه اینا تمام پتشون بریزه رو آب. ولی خب وقیح تر از این حرفان هنوز دارن ادامه میدن. اینا دیگه خبر ندارن آقا هیچ یک از این ارگان هایی که شما دارین که برای ما اعتبار نداره. شما دیدیم شما چه مسخره هایی هستی، ارگاناتون از خودتون مسخره تره. سازمان ملل، دیدبان حقوق بشر، امنستی اینترنشنال، حقوق بمیدونم فلان، سازمان بیسار، یعنی واقعا ایرانی که باید فقط به جنس 57 باشه که بخواد از با عناوین اینها دل خودش رو خوش بکنه، یا از چون اونا همه اینا همشون حافظ منافع غربن، یعنی حافظ منافع دولت هایی که حمله مستقیم به کشور ما کردن. خب طبیعی است که اینا ستون پنجم خودشون رو بولد میکنن. از چی شما سورپرایز میشین؟
بس کردم حکم جنگاشون هم دیدیم چه مزخرفاتی. همون آقای ترامپ می اومد مثلا هارت و پورت می کرد، بعد می گفت قاضی فلانجا رو من تحریم کردم، سه تا آدم رو تحریم کردم. این چقدر الان دیگه خوشبختانه می تونیم بگیم این چقدر میشه مسخره کردن یه ملت. قاضی نوید افکاری رو ترامپ مثلا تحریم کرد، قاضی نوید افکاری اصلا شاه عبدالعظیم هم نمیره به چه کووید چه درد حال تحریمش کرد. اونایی که حکم شرم بین المللی بهشون دادی نفرداش میرفتن و میومدن. مثلا تو این تحریم ها فقط پول ملت ایران رو خالی کردیم، بردیم همه جوره امکانات باقی رو که بهشون میرسوندیم. ببینید دیگه دوستان اصلا دیگه همه چی روه، تمام امکانات اطلاعاتی امنیتی و تمام این تجهیزات مدرنی که سازمان امنیتی و سرکوب جمهوری اسلامی داره استفاده میکنه رو کیا به اینا دادن؟ اونا مگه مال کارخونه چی میگن صراط المستقیم قومه؟ تماما مال کمپانی های مایکروسافت، مال تماما مال کمپانی های عرضم به خدمتتون که چه میدونم مرک آلمان و نمیدونم بوش و تمام از تجهیزات مال سیستم های امنیتی دولت های اروپایی و امریکاست که تماما دست اوناست. اون خیلی جالب اصلا سریال گاندو درست میکردن که نمایش قدرت بدن با تمام تجهیزات آمریکایی و انگلیس. تمام عرض کردم یه کتابی از مال رابرت دریفوس، البته اونم خیلی سعی میکنه جانبدارانه، چون اونم خوب اتفاقا چون دشمن شاه هم هست. یک کتابی هست مال رابرت دریفوس، من الان دارم اونو میخونم، مطالبش رو برداشتم، از دشمنای خونی اعلیحضرت هم هست. ولی تو همون برین شما ببینید که چه چیزایی رو میکنه، که از ساعت اول تمام دولت امریکا و اروپایی تمام تجهیزات اطلاعاتی و امنیتی رو میدادن کامل، حتی مستشار میفرستادن که همه رو به اینا یاد بده چیکار کنی چیکار نکنی، حتی بازجویی، همه چی رو. خیلی خوشحالم که دیگه رو شد. دوستان اتفاق خوشحال باشید این چیزها رو میبینید، چون دیگه اگر ایرانی حقیقتا خرد داشته باشه که دارین، همه شما دوستان دارین غیر از 57 ها که اونا تو خرد باختن، تو رسمن نوکر و کلفت اونان که فقط زنبیل گذاشتن که ارباب الان اونا رو میخواد ورداره ما رو بشونه، تمام پشتوانشون به اونه. ما پشتوانمون کیه؟ به اون ملت دردمندیه که امروز همه چی رو فهمیده و فقط و فقط زیر سایه ترسه، که اون ترس بریزه بساط استعمار غرب از ایران تموم میشه. بی نهایت سپاسگزارم جناب ملکپور. من با این توییت برنامه رو به خاتمه میرسونم، توییتی که خودم زدم: با این جایزه به نرگس محمدی پیام میدهند آنچه در 57 بر سرتان آوردیم باید بماند. حالا چه مدل ریش و پشمی و حجاب و عمامه‌ای، چه مدل موفرفری و فوکل کراواتی، پاسخ ما هم به اربابان و عروسک‌های خیمه شب بازی این نمایش مشخص است: جنازه متعفن 57 را دفن خواهیم کرد. تنها راه رهایی بازگشت پادشاهی. پاینده ایران برقرار با درفش سرنگ شیر و خورشید نشان جاوید شاه. من به درود میگم، شما هم به درود بگید تا برنامه رو ببندیم. عرض دیگه ندارم، عرض کردم دوستان فقط دیگه بخندیم به این چیزا. دیگه تو میدون نبرد وقتی حمله ای که دشمن میکنه شما دیگه سورپرایز نباید بشید و همه عرضم همینه. تمام این ارگان ها و سازمان ها همه حافظ منافع دشمنن و کسایی هم که به اون آویزونن، ببخشید از این لفظ استفاده میکنن، عاملین همون دشمنن که دیگه خوشبختانه این پیروزی ما گرفتیم که همش رو شد. در هر کجا گیتی هستیم پاینده پیروز و تندرست باشید. پاینده ایران برجاوند، زنده و جاوید با سلسله پر افتخار پهلوی و جاوید شتا. نام خداوند اعدام قبل از ازان، خداوند باران تیر از زمین و زمان، خداوند آغوش سرد از نفس های یخ، خداوند بخشنده خون به رنگین کمان. بسم به خاک این وطن، به گنچه های در کفن، تقابل تفنگ و تنگلای و گلنگ دنگلوله های در بدن.
که آه مادران ما، که موی دختران ما تناب دار می شود به دور گردن شما، که آه مادران ما، که موی دختران ما تناب دار می شود به دور گردن شما. که تار و پود بندگی هزار پاره می شود از این همه درندگی، شب از به خون تپندگی پر از ستاره می شود، قسم به عطر سادگی به صبر و ایستادگی، که آه مادران ما، که موی دختران ما تناب دار می شود به دور گردن شما، که آه مادران ما، که موی دختران ما تناب دار می شود به دور گردن شما، قسم به خشم خواهرت، به در قفس برادرت، به انتظار مادرت، به خنده های آخرت، به حس نفرت آورت، به دادگاه و داورت، به رأی نابرابرت، که آه مادران ما، که موی دختران ما تناب دار می شود به دور گردن شما، که آه مادران ما، که موی دختران ما تناب دار می شود به دور گردن شما.